که معمولا اول نشست ها مطرح میکنم و در خدمتون باشم. اما این که مجموع نشست های اخلاق در علم و فناوری تا کنون 7 نشست انجام شده که عمدتا در حوزه مسائل و چالش هایی که اخلاق در علم و فناوری هست رو پوشش میده. خدمتتون عرض کنم در دور اول که 10 نشست هست ما تلاش کردیم که بیشتر آشنایی با حوزه‌های مختلف باشه و ترویجی باشه. انشاءالله در نوبت‌های بعد در نشست‌های بعد که اونها هم باز به صورت 10 جلسه‌ای برگزار خواهد شد متمرکز میشیم روی حوزه‌های خاص، چه در حوزه علم چه تکنولوژی. در نشست امروز که ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی رو در خدمتون هستیم، آقای دکتر هادی سربدی ارائه دهنده این بحث هستند. آقای دکتر سربدی عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد هستند که مقالات متعدد و پایان‌نامه‌های متعددی رو در حوزه فلسفه علم با دانشجویان گذروندند. خدمتتون عرض کنم توضیحات دیگه هم وجود داره که در برگه‌هایی که در کاربردی که در اختیارتون هست مطرح شده. آقای دکتر من منصور به سالی دکترای فیزیک هستم و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دلیل شهید رشیدی و فعالیتشون هم بیشتر در حوزه آموزش فیزیک و ترویج علم هستش. من با اجازتون چون یه خورده زمان هم گذشته بدون هیچ مقدمه از اساتید دعوت میکنم که تشریف بیارن در جایگاه و بحث خودشون رو شروع کنم. من فقط از آقای دکتر سرمدی خواهش میکنم که بفرمایید. خیلی متشکرم. از این دوتون خواهش میکنم که بخشش ما در نیم ساعت سعی کنم مطرح بفرمایید. آقای دکتر بسادی یه رو اگر بحثی بود در این داره در خدمتتون باشیم و بعد هم وارد به جلسه پرسش پاسخ بشیم. خیلی متشکرم دکتر. آقای سلام چدید ممنون هستم از وقتی که گذاشتید تشریف آوردید و ممنون از دعوتی که از من شده برای این جلسه و ببیشه از دکتر بسادی که وقت گذاشتن برای این جلسه من رو اقوای کردن. خیلی خیلی ممنون هستم. صحبتی که امروز می‌خوایم با هم داشته باشیم در مورد موضوعی به اسم بحران تکرارپذیری. بحران تکرارپذیری سال 2012 این عنوان اطلاق شد و بحث به طور خیلی خلاصه به این شکل هستش که وقتی که اومدن بسیاری از داده‌های علمی مطرح در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی رو وقتی تکرار کردن نتایج آزمایش رو دیدم که اون نتایج قبلی به دست نمیاد. خب بس به این شکل بود که خب اولش این یه پدیده ایه که ما توقع نداریم که همه داده ها تکرار بشن، اما توقع داریم که درصد داده هایی که تکرار میشن خیلی بالا باشه. اگر فرض کنیم با آلفای 5% بسیاری از آزمایش های آماری انجام شده باشن، توقع بر اینه که از هر 100 تا آزمایش 95 تاش باید تکرار بشه، 5 تاش باید تکرار نشه. اما عدد این شکلی نشون نمیداد و به این ترتیب اول بحران رو خیلی جدی نمی گرفتن تا اینکه در 2012 کم کم کسایی که بودجه میدادن برای تحقیقات علمی اونها به صدا در آمدن، گفتن که دیدن که مقالاتی رو واسش بودجه دادن و چاپ هم شده در مجلات معتبر بین‌المللی که اون یافته ها رو نمیشه بهش اعتماد کرد. حالا چجوری اینجا خودش چند تا نکته هستش. یکی این که آیا یک فرد دیگه اون آزمایش رو انجام میداده؟ دو آیا همون فرضیه رو به بوته آزمون میذاشتن مجدد و نتیجه نمیگرفتن؟ سه آیا از همون روش قبلی هم استفاده میکردن، مثلا از همون آزمون‌های آماری هم استفاده میکردن و نتیجه نمیگرفتن؟ هر کدوم اینا باشه ما توقع داریم مثلا فقط اگه فرد عوض بشه ما توقع داریم به مقدار خیلی زیادی
همون نتیجه تکرار بشه، یعنی از همون فرضیه آماری استفاده کرده با همون جمعیتایی که اون فرد کار کرده کار کرده. ولی جالبی که حتی وقتی فقط تنها فرد عوض میشد شما میدیدید که نتایج به دست نمیومد. حتی جالب هم که خود فرد یک بار دیگه ازش خواسته میشد که یک دفعه دیگه آزمایشو بده واسه ما انجام بده. شما مگه نمیگید که از دانشگاه مثلا پرینستون کار کردید، یک دفعه دعوتت میکنیم همون امکاناتی در دانشگاه هاروارد در اختیار شما قرار میدیم، یک دفعه دیگه آزمایش انجام بده. آزمایشی که انجام میدادن خیلی یاش تکرار نمیشه. بریشه بحران گریبان علومی که با آزمون‌های آماری سر و کار دارن رو بیشتر میگه. مثلا رشته های مانند فیزیک و شیمی کمتر با این بحران مواجه بودن تا رشته های مانند علوم اجتماعی و پزشکی. در صدر همه رشته روانشناسی اجتماعی بود که بیشتری میزان با این مشکل مواجه بود و رشته های پزشکی. یعنی این رشته ها جایی بود که نشون میداد داروی علف بر بیماری به اثر داره، اما وقتی تکرار میکردن میدیدن نه اثر نداره. و از اونجایی که ببیش وقتی پای رشته های مانند پزشکی به میان اومد، از اونجایی که گره خورده با سرمایه با نظام سرمایه بودجه دهنده میخواد تکلیف کارو خیلی خوبتر بدیم. بنابراین از 2012 ترم بحران تکرار پذیری به وجود اومد. وقتی ترمش هم وضع شد از اون بعد توجه ها خیلی بیشتر جلب شد، تا اینکه 2016 یک نظرخواهی کردش مجله نیچر از افراد و میپرسید که به نظر شما این بحران چقدر جدیه. 52% از بین 1576 دانشمند معتبر جهان که مجله نیچر قبولشون داشته به عنوان دانشمندهای طرز اول ازشون پرسیدن که چقدر بحران جدیه، 52% گفتن بحران کاملا جدیه، 38% دیگه گفتن بحران هست نه اینقدر جدی، 14% گفتن خبری ندارن از این بحران و 4% باقی مانده هم گفتن که اصلا بحرانی در میان نیست و این طبیعت سرشت علم. اما همین دو تا عدد اول اگه با هم جمع کنیم نشون میده که 52% و 37% نشون میده که اکثریت قریب به اتفاقشون در واقع بالای 80% همه میپذیرن که علم با یک چالشی مواجه هستش. ببیشه جایی داستان خیلی جدی‌تر شد که کسایی که مخالفان سنتی علم بودن، از شما گروه‌های مانند کریئشنیست‌ها خلقت‌گرایان گرفته تا کسایی که منکران گرم شدن کره زمین که داده‌های علمی رو جدی نمی‌گرفتن، اونها هم از این استفاده می‌کردن و مثلا کسایی که در مورد گرم شدن کره زمین تردید دارن، به داده‌های علمی تردید دارن، اونها بیشترین ارجاع رو اونها میدادن، میگفتن آقا اصلا داده های علمی رو ما که نمیتونیم چرا بهش اعتماد کنیم، هر روز شما یک چیزی میگی و داده هاتون هم تکرار نمیشه، ما بر اساس اینا میخوام سیاست گذاری کنیم، پس چجوری ما بیان بر اساس حرف شما سیاست گذاری ها انجام بدیم، قراره کارخونه ها تعطیل بشه یا نشه، برابری ما حرف شما رو قبول نداریم. این بحران همجوری که از خیلی واضحه تبعات بسیار گسترده ای رو میتونه برای آینده علم طی دو سه دهه آینده داشته باشه. یعنی اگر شرایط همین شکلی که داریم میریم جلو بره، اعتماد به علم هرچه بیشتر کمتر میشه. یعنی حتی از 2016 که مجله نیچر این آمارگیری رو انجام داد تا الان نزدیک 4% در آمریکا اعتماد مردم به یافته‌های علمی کاهش پیدا کرد. تا جایی که اصلا بعضی ها پیدا شده گفتن آقا این بحران ها اصلا نباید شما بگی، ازش سخنی نباید به میون بیاد، حتی یعنی ادهی به پنهان کردن این بحران بگفتن چون تبعاتش تبعات خیلی بدیه، در روی تبعات اجتماعی خیلی بدی داره. خب ما الان من میخوام در این جلسه ابتدا این بحران رو چیزی کردم معرفی کردم بطور خیلی خلاصه، اینو میخوام ببینم علالش چی بوده، وقتی علال رو بیان میکنم بعد میخوام برم سراغ ابعاد اخلاقی که این علال ده. اولی علت رو میرم با علت روششناسی آغاز میکنم. اونده داده های آماری وقتی که ما با آزمون های آماری سر و کار داریم، معمولا در سطح آلفای 5% فرضیه های ما آزمونده میشه و بعد مقاله چاپ میشه. یک تصور نادرست عمومی که تقریبا نه تنها
در ایران در همه جای دنیا خود حتی جالب خود دانشمندان این خطا رو خیلی به طور رایج انجام میدن، اینه که ازشون وقتی بپرسید که معنای این چی هستش، میگن معناش این هستش که به احتمال 95% داده ما درست سالم است، در صورتی که هرچندی این جمله رو سالیان سال آماردان ها دارن تذکر میدن که اصلا معنای این نیست که 95 به احتمال 95% گزاره شما درسته. اما علارغم اون دانشمندان مطرحی که در بزرگترین دانشگاه های دنیا هم دارن، در بزرگترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا هم دارن کار میکنن، کماکان از اگر ازشون بپرسی معنای این چی هستش، همشون میگن به معنی که به احتمال 95% داده من ساده است، در حالی که خود فیشر که این روش آزمون آماری رو اولین بار معرفی کرد از همون سالهای دهه حدوداً 30 قرن 20 از همون اوایل داشت معنی میگفت که معنای این نیست، معنای این هستش که احتمال صدق این داده ها به شرط صدق نظریه برابر است با صدق معایزه 95، نه برعکس، یعنی احتمال صدق نظریه اون نیست که به شرط احتمال داده ها، در واقع میگفتش که شما اینو باید به شکل لایکلیهود ببینید نه به شکل پروبیبیلیتی، به شکل احتمالات نبینید. این یه بحثیه که الان خیلی نمیخوام بهش وارد بشم، اما یه قسمت دیگرش که شاید نویمن پیرسون حتی تفسیر قشنگتری رو ارائه میدادن و قابل فهمتر، حرف اونا این بود که اگر شما معنای این هستش که اگر شما بیای و آزمون آماری رو تکرار کنید، در تکرار آزمایش که پایین انجام بگیره در 95% موارد همین نتیجه به دست می آید، در واقع احتمال شما دارید به روش کارتون نسبت میدید نه به درستیه به صرف نظری. خب یعنی این روش من چقدر روش ریلایبل قابل احتمالی است، این معنای این 95% این هست و نه اینکه احتمال صرف نظریه چقدر هست، در حالی که تو همین بحران روش شناختی همه این رو میذارن به احتمال صرف نظریه، میگن نظریه ها مشخص شده کسان. پس برای تا حدی میشه گفتش که برخی از کج‌فهمی ها خودش در این که این بحران به عنوان بحران شکل بگیره وجود داشته، اما باز هم حتی اگر بخوایم به روش ها اونم نسبت بدیم، مسئله همون یه مسئله باز آشکاره، اونم علتش اینه که طبق همون جا میگه خب میگه خیلی خب شما به روش هاتون نسبت بدید، اما شما دارید میگید از هر 100 باری که تکرار میکنم 95 بار باید همین نتیجه به دست بیارم، الان در برخی از موارد 30 بار این نتیجه به دست میاد، چون در برخی از آزمایش‌هایی که انجام دادن 70 تا از هر 100 تا نتیجه به دست نمیومد. یعنی اگه شما می‌خواستید حتی به صورت کور شرط‌بندی کنید روی نتیژه یکی از این مقالاتی که توی ژورنال‌های معتبر چاپ شده بود، اگه شما بر کسب شرط می‌بستید می‌بردید تا اینکه بخواید بر صفر بشه. وقتی در برخی از ژورنال‌ها که جالب بود که حتی در یه رشته هیدرولوژی در یکی از مجلات خیلی معتبر هیدرولوژی وقتی اومدن تکرار کردن تقریبا همش رد شد، یعنی 98% تقریبا رد شد. خب یعنی اصلا و عددها خیلی جالب. حالا پس هنوز اگر این با تغییر نگرش اون به احتمالات هنوز مسئله همون حل نمیشه، چون حتی اگر احتمالات رو به داده ها نسته. در سال 2018 سال گذشته یک پیشنهاد جالب دیگری از جانب یک فیلسوف علم الکساندر بیر مطرح شد در مجله فلسفه بریتیش جورنال آف فیلوسوفی آف ساینس چاپ شد، یکی از معروف‌ترین مجلات فلسفه علم هستش، و در اونجا یک علت دیگه رو معرفی کرد بیر و نکته جالبی بود که چیزی که داشت معرفی میکرد بیر یک فیلسوف داشت با حل و میگفت مشکل از کجاست و مشکلی که بعدا همه یه مرتبه نگاهشون عوض شد بجرد، اونم به طور خلاصه چیزی بود که بهش میگن در نظر نگرفتن نرخ پایه، بیس ریت فالسی. منظور از این نرخ پایه چی هستش؟ میگه فرض کنید شما برای آدم سالمی هستید، میرید برای چکاپ و در یه آزمون چکاپ به شما گفته میشه که بیماری خطرناکی مانند بیماری سرطان رو بهش مبتلا شدید و خود دکتر هم اونجا میگه که البته این آزمایش اینجوریه که 95% موارد درست میگه و 5% موارد خطا میکنه. خب حالا شما چقدر احتمال میدید که به اون سرطان مبتلا شده باشید؟ از افراد بپرسید خب میگید به احتمال 95% الان من مبتلا شدم، 5% احتمالا مبتلا نشدم، چون 5% خطا میکنه، در 95% درست میکنه. اما این یک خطای بسیار فاحش به خاطر اینکه باید ببینید اون سرطان شروعش در جامعه چقدر،
مثلا فرض کنید یک اون سرطان اگر از هر 100 هزار نفر در جامعه مبتلا به اون سرطان میشن، اگر اون رو در وارده هست به اسم وارده بیز قرار بدید و محاسبه کنید که چقدر احتمال این که طرف سرطان داره، عددش با اینکه که الان جوابش مثبت در اومده تو وارده بیز بذارید، همین الان گفتم 1% هزار جوابش مثلا میشه به احتمال 0.02%، یعنی اینقدر احتمال پایین هست. به خاطر اینکه اینو دقیقاً متوجه بشید بذارید که مثال ملموس‌تری بزنم. فرض کنید یک دستگاهی داریم که این دستگاه تروریست‌ها رو به خوبی بخواد تشخیص بده، قدرت تشخیص داره از روی چهره و سایر شواهدی که مثلا میتونه خودش تشخیص بده، میگه من به احتمال 95% فردی که تروریست هست رو تشخیص میده، به احتمال از اون برم، یعنی اگر هر 100 تا تروریست برن جلوی این 5 تاشون به سر در میرن از جلوی این دستگاه، 95 تاشون گیر میافتن. از اون طرف هم برعکس، 95 تا آدم عادی که از اونجا رد بشن، 5 تا به اشتباه میگه تروریستن و بقیه رو به درستی تشخیص میده که اینا تروریست نیستن. خب نکته، آیا اگر یک نفر رو گفتش که این تروریست هست، الان دستگاه ما گفت به احتمال چند درصد این فرد تروریست هست؟ واقعا اگه بخوام بگیم به احتمال 5% خیلی عدد عجیبیه، چون در اینجا شهود ما میگه نه خیلی عدد پرتیه، چون از هر 100,000 نفر، از هر 1,000,000 نفر، بعضی موقع از هر چند میلیون نفر که وارد فرودگاه میشن یه دونهشون هم تروریست نیستش، در حالی که اینا میگه 5% اینجا پر تروریست. خب این بیس ریت فالسی رو الکساندر برت میگه اگه بیام توی بحران تکرارپذیری تکرار کنیم این قاعده رو مسئله رو خیلی حل میشه. اونم علتش اینه که میگه که شما توجه کنید که از هر چند نظریه که در علم ارائه شده، از هر چند ما نظریه یک دونه صادق در میاد. میگه فرض کنید از هر 10 تا، از هر 10 نظریه یک دونه صادق در میاد، و بعد حالا این 10% رو که این رو بخواید به صورت نرخ پایه در نظر بگیرید، و بعد اون عدد 95% که با آلفای 95% حساب میکنید، نشون میده که از اول کار شما خیلی بی خود اعتماد داشتید که این نظریه شما صادق باشه، یعنی نظریه شما احتمال صدقش، حالا احتمال صدق که گفتم احتمال که این روش شما چقدر بتونه نظریه درستی رو به شما تحلیل بده، احتمالش خیلی خیلی کمتر از اون چیزی هستش که شما فکر میکردید. بنابراین این برداشت نادرست شماست که فکر میکنید که بحرانی، در واقع بحرانی نیست، اصلا خاصیت فعل همین شکلی هستش و شما اصلا اینجا الان با هیچ کار خطا، شما یه خطایی میکردید که میکردید که 95% اینا صادق هم و در صورت که اینجوری نیستش. این و پیشنهادش هم برای این کار این هستش که خب میگه ما که نمیتونیم اون تعداد نظریه های صادق در اون رو ببریم بالا، یعنی فرض کنیم 10% که از هر 100 نظریه فقط تنها 10 نظریه درست هستش، اون 10% رو من نمیتونم کارش کنم، بگم به افراد بگم فرضیه های صادق‌تری رو پیشنهاد بدید در برنامه، این که کار ناممکن. پیشنهاد برت این هستش که بیان به اون آلفای 5% رو به جای 5% میگه باید تقریبا بکنیمش 5,000 و به این ترتیب شما این مشکل رو میتونید خیلی به مقدار زیادی حل کنید. من خودم فکر میکنم که پیشنهاد برت پیشنهاد اصلا درستی نیست و این رو در قالب یه مقاله الان دارم می‌نویسمش، ولی فکر می‌کنم که الان به طور خیلی خلاصه میگم که چرا فکر می‌کنم که پیشنهاد برت پیشنهاد درستی نیست، یعنی با کم کردن آلفا مشکل حل نمیشه. اینو بعداً وقتی برم سراغ قسمت‌های جامعه شناختی و روان شناختیش خواهم گفت که چرا این جواب نمیده. اما فقط همینجا در قسمت روان شناسی هستم به طور خیلی خلاصه اینو عرض کنم که چرا جواب نمیده. اگر آلفا رو بیاریم 5000 نتیجه کار چی میشه؟ نتیجه کار این میشه که تعداد خیلی کمتری از مقالات چاپ میشه، یعنی خب تعداد مقالات چاپ شده ما بسیار کاهش پیدا میشه. خب حالا اون بیس ریت اولیه رو که ما گفتیم 1/10 اون از کجا ما میتونیم به دست بیاریم؟ اون عدد 1/10 چون تعداد فرضیه ها ممکنه اصلا بی شماره، یعنی شما به ازای بی شمار فرضیه هستش، مگر اینکه مقاله برای میزنید که از بین مقالاتی که ارائه میشه و بعد اونجا ببینید که چند تاش به بوتوی آزمون قرار گذاشته. اما اگر این کار بکنیم درصد نرخ پایمون هم به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی اینو کاهش میدیم اون هم به همین نسبت کاهش پیدا میکنه و بنابراین دوتا رو مجدد هم دیگر رو خونسا میکنن و شما انتظار این که مجددن نتایجتون صادق باشه نتیجه این بیخودی هستش.
در قسمت اخلاقی به این برمی‌گرده، ولی فقط مثلا میگم حتی به لحاظ منطقی به نظر من علارغم اینکه مقاله سال گذشته چاپ شده و چیز هست، پیشنهاد نهایی الکساندر بل بعد از اینکه مقاله مفصل 30 صفحه‌ای اینه که میگه راهش به نظر من که آلفا رو خیلی بیارید پایین، اما به نظر من جواب نمیده. ببینیم که بحران دیگه چه دلایلی برای بحران هست. خود مجله نیچر وقتی که این بحران رو دیدن باهاش مواجه هستن، از افراد پرسید که به نظر شما مشکل کجاست. خب یعنی بعد از اینکه از افراد می‌پرسید، از اون افرادی 50% که میگفتن مشکل خیلی جدی است، چون گفتن خب حالا به نظر خودتون مشکل کجاست. جالب این که در طرح مسئله پای عوامل اخلاقی و عوامل سیاست‌گذاری پیش اومد. یکی از بزرگترین علت‌ها رو که می‌داختن گردن این که دانشمندان گفتن کسایی که به ما گرنت میدن حتما توقع دارن که نتیجه رو یک نتیجه مثبتی رو بهشون بدیم. یعنی اگه من فرض کنید یه گرنتی به این تعلق گرفته قراره یه کاری رو ارائه بدم، اگه قرار باشه آخر سر نتیجه نده گزارش من، یعنی اگر دفعه بعد ممکن این دفعه چی نشه ولی دفعه بعد دیگه با من کار نخواهند کرد، خب یعنی من مجبورم که این کار رو بکنم به خاطر گرنتایی که گرفتم. در سطح دیگه این میگفتن که دانشگاه فشار میارن، میگن آقا مثلا از استادیاری میخوام بشی دانشگاه بعد مقاله بدی. خب مقالات رو بعد ما میدونیم فرصت نداریم، میخوام مقاله رو چاپ کنم و مقاله با فشارهایی که به ما میاد ما شروع کنیم مقاله رو چاپ نیست، مقاله رو چاپ. حتی جالب این که یه چیزی حدود 3-4% صراحتا گفتن که داده ها رو دستکاری کردن، یعنی وقتی افرادی چیز بود گفتن اما ما داده ها رو دستکاری کردن، یعنی اعتراف به پلیجریزم رو به نظر خیلی چیزی انجام، چون دیدن بحران اینقدر جدی که همه میفهمیدن که به زودی همش مشخص میشد که کیا داده ها رو دستکاری میکنن. 14% دیگه اینقدر به صراحت نپذیرفتن که داده ها رو دستکاری کردن، ولی میگفتن گردن این که اینقدر سرعت فشار روی ما زیاد هست که ما مجبوریم، ما نمیتونیم آخر سر خودمون بیان یه دفعه آزمایش رو تکرار کنیم، همون بار اول اینو چاپش کردیم رفت. و جالب این که در رشته هایی که باز گرند ها بیشتر بود، مثلا در سوشیال سایکولوژی، در روانشناسی اجتماعی، به خاطر اینکه دولت ها خیلی هاشون برای کنترل جامعه میخوان ببینن که داده های اینا خیلی به کارشون میاد، یعنی گرند ها رو خود وزارت خونه ها و اینا میدن برای اینکه میخوان ببینن که فرض کنید برای کنترل اعتیاد باید چیکار کرد، برای کنترل نمیدونم پرخاشگری اجتماعی باید، چون اینا رو میخوان بدونن و ازش استفاده کنن، برای همین گرند های بیشتری در اونجا پیدا میشه، اونجا بود که بیشتر مشکلات اونجا به وجود میومد. و دیگه در پزشکی، یعنی جایی که بیشتر میزان، جایی که با پول علم با پول گره میخورد، در اون قسمت ها بحران ها خیلی بیشتر، مشکلات خیلی بزرگتر. خب اما یک غیر از این عوامل اجتماعی که به عوامل اخلاقی ربط پیدا میکنه، یک ابعاد روانشناختی هم کار داشت. مثلا اگر فردی مانند پوپر بپرسید که این نظریه ها رد شدن، پوپر میگه خب همه نظریه ها رد میشن، میگه من که بهتون گفتم همه نظریه ها در تاریخ علم هر چقدر شما برید جلو هر نظریه هم که امروز رد نشده فردا رد شده. شما یک اشتباه بزرگی که دارید دانشمند انجام میدید، از علم توقع دارید که به شما دقیقا آینه با جهان به شما بگه و فکر میکنید که این نظریه های شما میتونید صدقش رو توجیه کنید و در واقع با تکرار در صدت برمیاد که صدق اینو توجیه کنید. یک بار هم این کار رو تونستید بکنید، بار دوم نمیتونید، بار سوم و بالاخره جایی میشه که این رد میشه. بنابراین از کسی مانند پوپر میگه که این یک ایراد روانشناختی شماست که به دنبال تایید هستید، چیزی که روانشناسان اسمشو میذارن سوداری تایید. ما به دنبال تایید نظریه ها هستیم، مثلا وقتی فرضیه رو ارائه میدیم میخوان فرضیه هامون حتما از بوته آزمایش سربلند بیرون بیاد و به این ترتیب کاری که میتونیم انجام بدیم از اون خلأهایی که در روش شناسی در تست های آماری هست به تا جایی که میتونیم استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید شما میبینید که اگر از آزمون آماری الف استفاده کنید فرض شما رد میشه، اما اگه بیاید از آزمون آماری ب استفاده کنید فرض شما تایید میشه. خیلی طبیعیه که از فرضیه از اون آزمون ب استفاده میکنید فرض شما تایید بشه و مقالاتون رو بدید برای چاپ. این
به نظر میاد که و جالب این که در کجاها این جوابینی آزمون‌های آماری در کجاها اختلاف نظر پیدا میکنن؟ در موارد مرزی. مثلا فرض کنیم اینکه سیانور باعث کشتن مثلا بیماری‌های مثلا فرض کنیم باکتری‌ها رو از بین میبرن، این اینقدر چیز واضحیه که اصلا آزمون کردن آزمون آماری نمیخواد. همینجوری همه میفهمن که سیانور داره باکتری‌ها رو از بین میبره. یا اینکه مثلا فرض کنید آب خوردن باکتری ها رو از بین نمیبره، باز این انقدر واضحه که کسی احتیاج به آزمون آماری نداره، آب باکتری ها رو مثلا از بین نمیبره. اما این وسط یه داروهایی رو بیمار دکتر پیدا میکنه، متخصص پیدا میکنه که وضعیتشون نه مثل سیانور است که اینقدر کشنده باشه، نه وضعیتشون مثل این آب است که اینقدر سالم بود. و جالبه که در اون موارد مرزی اتفاقا جایی که آمار قراره به ما تکلیف اون رو روشن کنه، شما همواره این امکان وجود داره که از آزمون‌های آماری متنوعی استفاده کنید، هر چقدر بیشتر آمار بلد باشید، و یا این که مثلا داده‌هایی رو کنار بذارید. و این داده‌ها رو کنار گذاشتن یک پدیده بسیار شایعی بوده در تاریخ. اگه شما به سراغ پاستور برید، به سراغ میلیکان برید، به سراغ بزرگترین دانشمندان تاریخ هم برید، سیر بارت برید، یعنی در همه رشته ها شما میبینید که همه این کار رو به نحو کاملا، مثلا میلیکان آزمایش ها رو انجام میده، 50 تا آزمایش انجام میده، 30 تاشو مثلا میذاره کنار و به عنوان آزمایش های بیخود میذاره کنار، در صورتی که فقط به این معنا بوده که من این آزمایش ها نتیجهش دلخواه من نیست، در واقع این نتیجهش یعنی از اول نتیجه رو داره با خودش. یعنی خیلی از دانشمندان یه این جمله معروف پاستور، خیلی جمله حتی شاید تنظامیزیه، آزمایش انجام میده و بعد پایین آزمایش چون خواسته نشون بده که خلق و سایه ممکن نیستش و فکر کردید اگه این رو در حتما حرارت بده همه باکتری ها توش میمیرن، در صورتی که در اون دوره نمیدونسته که اسکور بعضی از قارچ ها در 100 درجه اینا نمیمیرن، اینا هنوز زنده میمونن. و بعد حرارت میده میبینه بعد از چند روز میبینه که اونا باکتری ها روش کردن. خب بعد ظاهرا میپرسید به این نتیجه نیست که نظریه خلق و سایه درست است، چون من همه رو کشته بودم و به وجود اومده. پایین اونا به فرانسوی میشه ناموفق. خب یعنی موفقیتش از اول تعیین کرده، من مشخص یعنی میگه ناموفق. خب این فقط از مخصوص این دانشمندان چیزی، همه دانشمندان امروز هم این کار رو تا حد زیادی انجام میدن. مشکل کار کجاست؟ مشکل کار جاییه که وقتی این کار با بودجه‌ها پیوند میخوره، ریتش نرخش دیگه بسیار تغییر کرد. یعنی امروزه ما شاهد این هستی که به نفع گسترده ای این کار رو انجام بود. پس یکی از ابعاد روانشناختیش اینه که ما آماده هستیم که نظرات خودمون رو تایید کنیم و برای همین هم میگردیم توی روش ها جاشو پیدا میکنیم چجوری بتونیم نظر خودمون رو تایید کنیم. یکی دیگه از مشکلات روانشناختی اینه که وقتی یک دانشمند معروفی یک آزمونی رو انجام داده، مثلا فرض کنید که استادهای معروف این تو سوشال سایکولوژی خیلی تکرار شد، مثلا فرض کنید سلیمان هش یک آزمایش رو انجام میده و بعد بقیه، خب آدم خیلی مطرحی که توی روانشناسی اجتماعی، و بقیه آزمون‌های مشابه اون میشه مبنای کار، آزمون‌های مشابه اون تکرارش هم میکنن. جالبه که خیلی از آزمون‌هاش وقتی تکرار شده نتیجه رو نگرفتن، اما اون جایگاه اون آدم باعث میشه که آزمون‌های شبیه اون به اون اقتدا کنن و یک چیزی مشابه اون رو چاپ کنن و اتفاقا خیلی هم راحت چاپ میشه. بعضی موقع‌ها به این شکل مقاله چاپ میشه، بعضی موقع‌ها درست نکته برعکس، یعنی شما اگه یک مرتبه یک نفری آدم خودش کافیه آدم مطرحی باشه، نشون بده یکی از داده‌ها یکی از افراد خیلی مطرح تکرار نمیشه، اون هم شانس چاپ، البته شانس چاپ بالایی پیدا میکنه. نمونه از این دوبومی رو البته حالا آدم خیلی مطرح نه، ولی مثلا در کشور خودمون یک در مورد نرخ اوتیسم، در اینکه دخترها 4 برابر پسرها در ایران اوتیسم دارن، نرخ جهانیش اینه که پسرها 4 برابر دخترها اوتیسم دارن. یه آزمایش توی ایران انجام میشه و نشون میده که یک سرشماری مثلا چیزی انجام میشه، نشون میده که دخترها 4، این چاپ میشه در مجلات بین‌المللی معتبر. خب و بعد نفرات بعدی که توی ایران داشتن این کارو میکردن میگن نه همه همون نرخ مثل بقیه دنیاست. خب جالبی که نفرات بعدی که از ایران مقالاتشون رو میفرستادن میگفتن نه اون اولیه در ایران یا داده های دیگه داریم، شما دارید اشتباه میکنید. در صورت که ببینید اختلاف چقدره، 16 برابر داشته طرف یه چیزی رو ترک گفته داد. حالا ممکنه داده سازی کرده یعنی داده هاش اصلا به داده سازی هم من نمیخوام چیز کنم که، ولی هر چی بوده تو اون آزمایش تعداد آدم ها کم بوده، هر چی بوده
وقتی یه مقاله چاپ میشه اون دیگه بعدا میشه اصلا بهش میگه به این میگن اثر حق تقدم. اون وقتی چاپ میشه بقیه دیگه با اون پیدا سنجیده میشه. یعنی خب حالا شما اگه بپذیرید که بسیاری از اینها غلط هستن، اون غلط‌های معروف اونا خودشون میشن مبنای برای غلط‌های بعدی، و بعد کافی این غلط‌ها دو سه تا باشن در یه هیته، یک نفر یه آزمایش انجام داده یه نتیجه گرفته، دومی هم حرف زده باشه، سومی هم حرف زده باشه، دیگه این تبدیل میشه به شکستن، این دیگه کار ساده ای نیست. یعنی این خودش میشه مبنای برای که ده ها مقاله پشت سر هم توی این هیته غلط کرد. خب راه حل بود چی هستش؟ ما توجه به وقتمون تموم شده، وقت ما تموم شده، من خیلی سریع در عرض 3-4 دقیقه راه حل هاشو به نظرم که چیزایی که به نظرم میرسه چیه. به نظر من کاهش آلفا جواب نمیده. علتش اینه که کاهش آلفا راه رو بر تقلب اتفاقا بسیار باز میکنه. یعنی هر چقدر شما آلفا رو سخت‌ترش کنید، راه برای اون ابعاد اخلاقی کار اونجوری اونها خیلی پررنگ‌تر میشه. چون شما بدونید مقالات خیلی سخت‌تر چاپ میشه، خیلی مستعد این میشید که داده‌ها رو بیشتر دستکاری کنید. در صورتی که بدونید که مقاله شما با هر آلفایی چاپ میشه، این یکی از راه‌های بسیار مهمیه که اتفاقا در غرب در دیده روانشناسی چند سال پیش پیشنهاد شد. یه مجله ای الان توی غرب چاپ میشه که توی اون فقط اونهایی که اصلا عنوان مجله این هستش، آزمون‌هایی که با آلفای 5% رد شدن رو ما چاپ می‌کنیم. خب یعنی میگه وقتی رد شده بفرستید ما چاپش می‌کنیم. چون در اونجا میگه که فقط تایید نظریات مهم نیست، همین که یک نظریه رد شده شما فکر میکرده که الف بر ب یک رابطه وسیقی بین الف و ب برقرار است، همه آدم‌ها اینجوری فکر می‌کردن، ما نشون دادیم این رابطه برقرار نیست. ظاهرا که حتما شما رو این رابطه برقرار هست تا مقالات چاپ بشه، گویی که اصلا یک سوداری هست که وقتی شما نشون دادی این رابطه ای نیست، میگن چون خیلی چیزا به هم دیگه ربط نداره برای همین ما مقاله شما رو چاپ نمی‌کنیم. اما طرف میگه که نه، یک در فهوای جامعه در کل در فهوای حرف همه این افرادی بود که این دوتا من رابطه دارن و وقتی نشون دادن رابطه ندارن، خب این خودش یه چیز مثبتیه برای من و چاپ. این در جنبشی الان در غرب هستش که به عنوان علم باز، من به نظرم این بسیار میتونه راهگشا باشه که با هر آلفایی چاپ بشه مقالات، و وقتی با هر آلفایی چاپ میشه فقط اونجا آلفا باید گزارش بشه، نه اینکه مقاله رد شد یا پذیرفته شد. یعنی رابطه میان دو تا در این آلفا اینقدر معنادار هست. این یکی از راه‌حل‌ها هست. مهمترین چیزهایی که برای جامعه‌های غربی الان پیشنهاد شده در کشور ما جا داره بسیار مورد توجه، من به نظرم اگه این تکرار پذیری در ایران بخواد انجام بشه، شرایط بسیار بسیار بدتر از غرب هستش. چون یکی از شرایط ما این هستش که دانشجویان دکتری مجبورن دو مقاله رو از این مقام سن در دانشگاه آزاد مجبورن دو مقاله بدن. دانشجوی روانشناسی داده عمده اینها آزمون ها انجام نمیشه، جدول ها مثلا تو خوابگاه بچه ها میشینن پر میکنن اینا رو. خب شرط مقاله برای دانشجوهای دکتری این اولین کاریه که باید چیز بود، چون عوارض این که بعداً داده ها در نمونه نرخی داره که قبول کردن همه قرار نیست همه تکرار بشه، ولی در کشور ما من فکر میکنم که نرخمون بسیار ازش خرابتر از بقیه دنیا هستش، و با این که و با این قوانینی که الان داریم، قانونی که دیگه باید حتما دانشجوی دکتری مقاله چاپ کنه، این فشار بر روی دانشجو بیشتره، ابعاد اخلاقی کار در اینجا بسیار بدتره. یعنی بچه ها اصلا یاد میگیرن که انتهای کار حتما باید انتهای کار رو با یک کار غیر اخلاقی باید علمشون رو در مقطع دکتری به پایان ببرن. خب یکی دو نفر این کارو نمیکنن. یعنی من به شما میتونم بگم تو رشته‌های روانشناسی، جامعه شناسی، در بسیاری از رشته‌هایی که بعداً اینا جدول‌ها دارن، آزمون‌های آماری انجام میدن، خیلی‌هاشون دارن این کارو انجام میدن. این یعنی اصلا طرف میدونه که تا دروغ نگه فارغ‌التحصیل نمیشه. این یعنی بهش یاد میدیم، میگیم آقا نمیشی تو فارغ التحصیل، چه هر چیزی خودت میدونی بخوای چیز کنی باید بری. و چرا دانشگاه میخواد این کارو کنه؟ چون میخواد تو ابعاد جهانی نشون بده که من اینقدر مقاله تو دانشگاه خودم اینقدر بیشتر مقاله چاپ کردم. خب یعنی با دروغ ما داریم مقالات چاپ میکنیم که فعلا نشون بدیم که ما وضعیت چاپ مقالهمون خیلی خوب هست. این شرط ارتقایی که برای اساتید گذاشته میشه که استادها، یکی از بدترین چیزهایی که هستش، فقط به اون بخوام ببندم بحث رو، وقتی که مقالاتی که چند نویسنده دارن در اونها وضعیت خیلی بدتره. جالبه که
بدونه که فکر ظاهرا اینجوریه که وقتی 4 نفر با هم دیگه مقاله می‌نویسن باید حواسشون همه به کار بیشتر باشه. اتفاقا تو روانشناسی باز یه پدیده روانشناسی که بهش میگن مسئولیت توضیح شده، آدم‌ها وقتی چند نفر با هم دیگه مسئولیت رو داریم چی مسئولیت کار رو عهده نمیگیره، یعنی خطاهایی که در یه مقاله 4 نفر هستش بیش از خطاهایی که در یه مقاله یک نفر هست. و نکته جالبی که در خود قد در اونجا این جمله من اینو دیدم که میگفتن که یکی از علل همین بحران تکرارپذیری میگفتن که بسیاری از این افرادی که اسمشون اومده اینجا واقعا هیچ کاری نکردن. ما خودمون اینو در مقالاتی در ایران نوشته میشه، در رساله‌های دکتری اجباری که میذارن حتما باید اسم‌ها باشه. در فرد هم جالب این که مثلا اسم فلانی رو چرا میارن، میگن اسم مؤسسش بیاد دو روز دیگه میتونیم ازشون گرند بگیریم. خب و دقیقاً اسم بسیاری از آدم‌های مطرحی که اونجا داره تو مقالات 3-4 نفره میادش اونجا هم همین مشکل رو دارن. علم اگر میخواد برگرده به مسیر متعارفش، ما نگاه کنیم ببینیم آینشتاین 5 تا مقاله بیشتر نداشت. آدم‌های مطرحی که ما توی تاریخ علم داریم شدون اینا مقالات زیادی نداشتن. امروزه ما استادهای فیزیکی داریم که 400 مقاله داره. من تو کشور خودمون داریم 300 مقاله 400 مقاله، یعنی چیزهای خیلی روتینیه. خب و هیچ تحولی هم در فیزیک آدمی که 400 تا مقاله داره هیچ تحولی در فیزیک رو انجام نداده ولی 400 تا مقاله داره. ما باید بریم به سمت کاهش تعداد مقاله. جالبی که یعنی اگر فشارهای قانونی رو بر چاپ مقاله برداریم، از اون طرف عوضش چاپ هر نوع مقاله‌ای رو با هر آلفایی آزاد کنیم، این به نظر من روش دموکراتیک برای علم و این یگانه راهیه که به نظر من علم میتونه طی سال‌های آینده از این بحرانی که داریم نجات پیدا کنه. اگر اینجوری نشه طی کمتر از یک دهه آینده 4% که در غرب هستش در بعضی از کشورها این اصلا اعتماد به علم که به وجود اومده این خیلی راحت از میان میره. این اعتماد هم داره تنها توسط نظام سرمایه‌داریه که با خدشه مواجه شد. خیلی ممنون، ببخشید بیشتر از زمان رو بکشید. خیلی متشکر برای شما دکتر. من یه یادآوری میکنم بعد در خدمت آقای دکتر درگاهی که نظرسنجی هست در خدمتون هست، اگر اینجا هستش که در اختیارتون هست که هیچ، اگر من بعد از نشست در بیرون سالن هست دوست کنیم این برگاه رو پرش کنیم و تحلیل بینیم که سر در سر که ارتقای کیفی این نشست ها تأثیر گذار هستش. آقای دکتر ما در خدمتون هست. خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم. من حالا سر چیز از آقای دکتر صمدی تشکر کنم که من رو با این میشه با حوزه جدیدی که الان در ایناس آشنا کردم و دیگه اولین بار ما فکرم تو نشست موزه حقوق بود که برای این مسئله پرداختم و از اون طریق من بزنی شدم که یک مبحث جدیدی در علم مطرح منطقه رو کرد من به این مسئله، یعنی با توجه به نکاتی که رو فرمودن و با توجه حوزه علاقه شخصی من که آموزش علوم و ترویج علم هست، خب من میشه از این جنبه نگاه میکنم، یعنی در واقع سوالی که برای من مطرحه یا نکاتی که برای من مطرحه میشه این جنبه رو بگه که خیلی خب چه چنین چیزی در نحوه کار من به عنوان یا آموزشگر علم یا به عنوان مراجع علم چه تاثیری میذاره. من از این توضیح بدم که منظور من از آموزش رو به عنوان حوزه آکادمیک و دانشگاهی است، یعنی حوزه ای که ما درش مطالعه میکنیم درباره نحوه یادگیری شاگردانمون، درباره نحوه آموزش معلم و برنامه درسی، بحث یادگیری هستش. اصلا یادگیری چیست؟ بحث اینکه هم چیزی که یاد گرفته میشود چیست؟ یعنی اصلا بحث خود علم بنابراین صرفا بحثی نیست که ما چه چیزی قرار هست به شاگردامون بدیم. یا تو بحث حوزه ترویج علم هم به هم میکرد، یعنی من از این منظر نگاه میکنم که خب حالا من به عنوان یه آموزشگر علم و یک مروج علم که تو این حوزه هم دانشجو تربیت میکنه و هم کارهای تحقیقاتی انجام میده چه رویکردی به این مسئله داشته باشم. من خب چون در حوزه وقتی که وارد حوزه آموزش علوم شدم حدود سال 75 دوران بود بعد از اینکه دکترام گرفتم، خیلی زود اولین سوال که برای من مطرح شد این بود که ویژگی‌های آموزش علوم برای ما چیست؟ آیا ما باید همون هدفی رو دنبال بکنیم که در هر دنبال می‌کنن یا همون روش‌ها رو دنبال بکنیم؟
و خیلی زود متوجه شدم که نه، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. به عبارت دیگه، هرچند که شاید بنیانهای نظری این حوزه جهانشمولی هست، اما ارتباط این مبانی نظری و بنیانهای فکری که علت اصول در کشورهای پیشرفته و غربی اینها تولید میشن، در وقتی این وارد کشور ما میشه اصلا با یک شرایط ویژگی های اجتماعی و فرهنگی کاملا متفاوتی روبرو میشه. یعنی اون مباحثی که برای اونها مطرحه واقعا برای ما شاید آنچنان مطرح نیست. یعنی از ظرافت های این وسط وجود دارد که کار رو خیلی پیچیده میکنه. و هم الان که در واقع تو این مدتی که باید دکتر حالا این خصوصی صحبتی کردیم و یه معالاتی هم شما معرفی کردم، من یه نگاهی کردم به معالات ها، مهمترین نکته هرچه آقای دکتر اشاره فرمودن برای من اینه که واقعا نسبت این نوع مسائلی که در غرب پیش میاد با کشور ما چه رفته. من نمیخوام بگم ما ارتباطی نداره، چون خود جناب عالی به این نکات اشاره فرمودید که بحث به هر حال فشاری که برای دانشجوی دکترا هست برای چاپ مقاله، یا همینقدر که شما در نظر بگیرید که اصلا مجوز دفاع برای دانشجوی دکترا زمان ساده میشه که حتما دست کم دو تا مقاله داشته باشه. و این باعث شده که اینطور که من دنبال میکنم یا پرسجو میکنم ارزش خود پایان نامه ها اومده پایین. یعنی اول مقاله رو به اصطلاح مینویسه، بعد بر مبنای مقاله آدم میاد یه چند صفحه مینویسه دیگه، خب اینم پایان نامه. من معمولا هم مورد ارزیابی آنچنانی به اصطلاح قرار نمیگیره، در حالی که خود دانشجوی من وقتی میخوان جز منابعی که کارش رو استفاده میکنن پایان نامه هاست که در این خصوص یه جای دیگه دنیا انجام گرفته. یه در جایی که اونجا اینها جز منابع هستن برای ما اصلا اهمیت آنچنانی نداره. من فکر میکنم با توجه به ویژگی خاص ما، رویکرد ما به بحث بحران تکرارپذیری باید خیلی متفاوت باشه. من خیلی روش بگم، یک نگرانی که من همیشه دارم وقتی یک مباحث جدیدی در جهان مطرح میشه، در اغلب اوقات ما اون در واقع تلاش نمی کنیم که اون مثلا مباحث رو بینیم با کشور خودمون در واقع تطبیق بدیم، به این معنا که بگیم آیا اصلا همین سوال، آیا واقعا این بحران تکرارپذیری به همون صورتی که مثلا در غرب مهمه برای ما مهمه؟ خب مثلا جنبه های اخلاقی رو شما فرمودید که یکی از جنبه های اخلاقی اینه که نیوکریشنیست ها، خلقتگره ها میگن دیگه گفتیم که خب بحران داره و از کجا معلومه که مثلا نظریه تکامل درست بشه. خب ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم دست کم به اون صورت که در غرب هست ما چنین مشکلی نداریم. خب حالا پس اگه ما بخوایم خیلی ساده به مسئله نگاه بکنیم، ممکنه بگیم خب اصلا بحران تکرارپذیری نداریم دیگه، برای اینکه اونجا این احتمال مثلا که وجود داشته در چارچوب نظریه های خلوتگرایی بوده و مسئله محیط زیست و گرم شدن کره زمین. خب ما که این مسئله اینجا نداریم، بنابراین یک نکته که من فکر میکنم اینجا جاش هست که خیلی روش تاکید بکنیم، چون همیشه نگرانی رو من داشتم و تو خود حوزه آموزش به خصوص حتی تأثیرات مستقیم میذاره در سرنوشت مثلا فصل 14-15 میلیون دانش آموز که ما داریم. مثلا من یادم یک دوره یک وزیر اومد گفتن که این وزیر بیکاش پیاژه میده، کل به کتاب های درسی رفت اون سمتی به مثلا با نظرات پیاژه بشه. وزیر اول شده وزیر دیگه اومد گفتن این بیشتر طرفدار لیگوتسکیه. دوباره چون من خودم آموزش پرورش در خود واقعا اینا رو نمی‌بینم. خب پس این نشون میده که نوع اون بحث‌های اخلاقی برای ما متفاوت است. یعنی در جایی که در کشور ما با اجتماع علمی نداریم، درک درستی از علم نداریم، وارد کردن یک مقوله‌ای که در خود جهان علم به شکل یک حوزه تخصصی داره مطرح میشه، شاید اصلا خودش یک بحران ایجاد کنه. یعنی در جایی که درک درستی از علم وجود نداره،
خب اتفاقی که میفته ممکنه برای بخشنامه بیاد که آقا از فردا دیگه مثلا تحقیقات کمی انجام ندهیم. حالا بدون اینکه برن سراغ این که خب واقعا اصلا اصل بحث بحران تکرارپذیری این نیست که آقا تحقیقات کمی انجام ندهیم، اصلا دیگه کسی یک جور دیگه مسئله نگاه بکنه. خب من میگم من فقط عمدتا به دلیل تمام تجربه هایی که در حوزه بحران کنشگر اجتماعی هم خودم عملا ترویج علم کردم، هم موانع نظریش رو مطالعه میکنم، هم کار تحقیقات انجام میدم، این نوع تجربه ها و این نوع مباحث نوع همیشه من رو میترسونه. حالا با شناختی که از آقای دکتر استعمالی دارم من خیلی هر راحت دارم حرف همون میزنم که ما باید در یه بخشی از دردره ایمان باشه که چگونه این مباحث رو وارد کشور بکنه. این بسیار بسیار به نظر من اهمیت داره. یعنی آقای دکتر مثال اینشتین رو زدن، من اتفاقی مکی برای من فرستاده بودن درباره اینشتین، داروین و یک نفر دیگه که میگفتن که اصلا این آدم ها تیزهوش نبودن. به صفاتی که برای تیزهوش ها ما تعریف میکنیم خود داروین میگه، میگه من همیشه مشکل داشتم ببینم با حرفایی که دیگران میزنن درک این حرفایی که تو محیط های علمی میشه من کلی برای من طول میکشه من بفهمم اینه چی دارن میگن. خود اینشتین این کارو معروف بوده به این کمزه بود، البته به لحاظ عامیانش برای کنزه به اون معنا نبوده، تیزوش به اون معنایی که با یه بشکن همه جواب رو بده اینجوری نبوده، در حالی که الان به نظر من بحران ما فرض کنید بحران به نام تیزوشی واقعا، یعنی این روانشناسی معلم ما سیستم آموزش ماست که میگه که شاگرد خوب دانش آموز و خوب دانشجوی خوب دانشجوی دیستانس با دیستانس بگذاره اینه که درجا بتونه جواب بده، در حالی که خود علم میگه که علم بخش مهمش تأمله، فکر کردنه، یعنی اصلا قرار شما جواب سریعی بدید. بنابراین نوع مسائلی که ما در بحران تکرارپذیری و در عنوان کلی من بگم بحران تکرارپذیری شاید اصلا ما صحبت از یه جوری بحران علم اول باید بکنیم به طور کلی. یه نکته دیگری که من فکر میکنم که باز البته در صحبت با شما به نوعی بهش به این مسئله پاسخ داری پس هم آزمایش مینیکان بود که خب معروفه که مینیکان در دو سوم آزمایش ها اون چیزی رو که فکر میکرد ندید، ولی تو اون یک سوم مثلا کوانتیده بودن بار الکتریکی رو دید، اون بار الکتریکی کوانتیده در گسسته است. خب ما یه چیزی داریم و بودیم من بیشتر برای من به عنوان سوال مطرحه که علم بر اساس پیش‌فرض‌ها و پارادایم‌هایی که در هر دوره هست تعریف میشه. یه داستان معروف کپلر هست دیگه. کپلر خب این نیست که واقعا از روی داده‌ها نگاه کرد، اون مسیر نباید دایره‌ای باشه، باید بیزی باشه. در واقع بیزی بودنه توی ذهن کپلر بوده. متأ چون اون داده‌ها بیزی بودن، نه هندسی بودن. چون باور این بود که خداوند جهان رو بر اساس ریاضیات آفریده و اصرار هم داشتن که چون عالم بیرون و کامل کاملترین شکل هم دایره است پس باید دایره باشه، ولی وقتی که دید دایره رو هر کاری میکنه که توی اون مقوله قرار نمیگیره گفت خب، یعنی دنبال این داشت که یه چیزی رو تو اون بیزه قرار بده. خب ولی این اصلا به نظر من اینطور که من حالا میفهمم از تاریخ و فلسفه اینه که این نوع ساده انگاری رو متفاوت به کلاس ها ما آموزش میدیم، مثل این که کپلر نگاه کرد به جدول، نگاه کرد اونم جدول که 10,000 تا دیتا داره، بعد فهمید گفتش که آها این نباید دایرهشون بیزی باشه. من فکر میکنم این مسئله با اون نکاتی که تو بحث بحران تکرارپذیری هست که ما عدد رو طوری میکنیم که فرضیه ما رو جواب بده متفاوته، به این دلیل که هم تو خود جنابالی فرمونی به این معنی که الان ناچار این کار بکنه برای که برای اون گرند رو بگیره و جاهنر بگیره، اما اون باقی چنین دردوهایی نداشتن، یعنی اون مسائل اخلاقی به نوعی مطرح بوده، یعنی خود اون کنجکاوی علمی و تلفیق اون به اصطلاح نوع نگرشی که به جهان داشت اون چیزی که اینطور که میخواد جهان رو تبیین بکنه با دقایی که اون داده ها رو با اون نگاه انتباه بوده. چون خود کپلر جمله خیلی معروفی داره که در واقع بنیان علم مدرن در قرن 17 گذاشت. کپلر میگه اگر نتایج آزمایشگاهتون، نتایج فیزیکیتون
با اصولتون نمیخونه اصولتون عوض کنید. این جمله درست اون موقعی که درست عکس این رو گفتن دیگه. من فکر کنم دیگه رو چقدر ندارم. من همینه که اگر من خلاصه کنم، ما اگر رو کرده ما به نظر من به بحران تکرارپذیری در ایران به ویژگی های بومی خودمون، یعنی این فرهنگ خودمون باید خیلی دقت کنیم. به عنوان قول دکتر پایان رو در ایران تو بر اساس مده بهش گفتن تو بعد از سالها هنوز پوپری هستی، ولی الان میگن دیگه پوپر نیست. من بودم با دانشجویان دکترای فلسفه علمی تعجب میکردم، گفتم دکتر پایان هنوز پوپریه، عجیبه این که آدم خیلی باهوشیه. یعنی مثلا انتظار دارن که خب الان دیگه مثلا آدمای دیگه اومدن، خب این بر اساس مده. من این نگرانی همیشه برای من بوده، بنابراین این من فکر میکنم که شاید ایران باید وظیفش این کار رو بکنه یا هر جای دیگری، این که یک نوع رویکرد خیلی بومی بود، اشتباه نشه منظور من دلی بومی نیست، اون رویکرد بومیه، یک رویه و رویکرد بومی با این مقوله ها داشته باشیم. ولی من دقیقا با نکته‌ای که شما فرمودید در بخصوص مثالی که از ایران زدین کاملا موافقم. من اون موقعی که تازه وارد آموزش شروع شده بودم که خب نوع تحقیقات در اینجا اون که کاری که ما تو فیزیک می‌کردیم خیلی متفاوته، از همون اول موضع داشتم مثلا حدود 20 سال پیش، حدود 20 سال پیش نسبت به تحقیقات کردیم مطابق خود چه آدم جیبا بیسوالی بودم توی این حوزه ها جالت نمی کردم این رو بودم، ولی همیشه برای من این که با چند تا عدد مدرین به نتیجه میگیریم همیشه من اذیت میکرد. بعد در نهایت یک سوال باز برای من مطرح بود، اینجا نقش تحقیقات کلیدی چیه؟ آیا اصلا میشه گفتش که یکی از دلایلی که رفتن سراغ تحقیقات کلیدی بود این چند دهه اخیر ممکنه واقعا یه جورایی یک رویکرد ناخودآگاه بوده به این نتایج، یه دوره حس میکردن که این مشکلاتی داریم کرده کنیم رفتن، یا اینکه نه حالا من همجوری برام اصلا نمیدونم این سوال من مورد داره یا نه، ولی به هر حال من این سوال پیش اومد. خیلی ممنون به شما که رفتید. خیلی متشکرم آقای دکتر از بحثتون. خب ما میتونیم شما به سوال آقای دکتر اگه کوتاه میتونیم که پاسخ به این پاسختون بدید این برداره پرسش پاسخ، اگه نه بخواید وارد پرسش پاسخ بشیم بعد بعد پاسخ خیلی کوتاه که پاسخ خیلی کوتاه دیگه نمیتونه واقعا، ولی خیلی ایده جالبیه که ولی عمدتا اینا فقط به مربوط به که آیا چه به این دلیل بوده که در قرن رفتن سراغ پژوهش‌های کلیدی، شاید اینجوری بوده، یعنی ولی توی هیتاهایی که هستش معمولاً هیتاهای پزشکی و اینا عمدتاً عدد هست، یعنی داده‌هایی که بعد گروه شاهد و گروه چیز انجام بده، و این بحران اصلا تو اونجا من ندیدم که در مورد کلیدی ها حرفی زده باشه، عمدتاً بحث در مورد کمی هست، ولی خودش این نکته جالبه که آیا کلیدی هامون هم پژوهش های کلیدی هم تکرار میشن یا نه، اون نکته جالبه. من یه نکته دلم میگه این که خاطره هم نگه، من پسرم کلاس راه نمایی بود، یه بار برگشت به من گفت من فکر میکنم این بحث رو ارتباط داره، او بابا این عیب من یه چیز بی خودی ها، گفتم چرا؟ گفت یه روز میگن چایی بخوریم خوبه، یه روز میگن نخوریم خوب نیست، یه روز میگن فلان دارو برای فلان چیز خوبه، نه کلاس راه نمایی بود. گفت اگه اینجوری پس من هم عجیب دلم خواست میتونم بگم دیگه. من فکر کنم به نوعی باستا به اینا توی محیط های اجتماعی با همین چنین تأثیراتی رو میذاره بیش. خیلی متشکر از هر دو بزرگوار. اگر اجازه بدیم من قبل از این که دوستان سوالاتی که مطرح کنم خودم از این چیز خودم یک سوال مطرح کنم. سوال اول هم از آقای دکتر سرمومدی هست و سوال دوم از جناب دکتر فیز. سوال اول اینه اگر ما بپذیریم این پیشرفت رو که نهاد علمی نهادی اجتماعیه و رفتارهای اجتماعی ما یا همون بک‌گراند اجتماعی ما فهم تعاملات اجتماعیمون تأثیرگذار در نهاد علمه، بیرون دادن شما در راستای اون بحثی که آقای دکتر مطرح کردن که بودی باید که نگاه کرد، نه با اون معنای بدش بود، معنای خوبش باید که نگاه کرد. سوال اینه آیا فکر نمی کنید این بودی نگاه کردن به علم، یعنی
به اوپن ساینسی که امروز در غرب داره تحقق پیدا میکنه میتونه منجر بشه به یک آنارشیسم رمز شناختی در کارهای آکادمیک ما. یعنی از منظر یک آنارشیسم رمز شناختی تهدید میتونه بشه نهاد علم در ایران. فکر نمی کنیم به همچین بازی به درگاه مفتاد باید واقعا بشی فکر کرد. یعنی این که شما بگید نکته خیلی اساسی، اصلا نکته که آقای دکتر میگن که اصلا گفتنه تو خود قرد من فقط جالب بدونی که یه مقاله جدیدن خوندم که گفته بودن این رو این مطالب رو به بچه های دوره کارشناسی نباید بگی جواب داره تو آموزش نباید بگی چون اصلا ما اول کار داره همین میخواد یه روز روش شرطی میخواد بخونه همون روز اول بعدم میگه خب یه روش شرطی من چرا بس بخونم بشه شما به سر آقای یعنی این خود اونجا هم ولی واقعا اینا بحثای درستیه که باید اینا چجوری گفته بشه چجوری باید اینا مطرح بشه و همین هم که شما میفرمایید من از نظر من چیزی به نظر من آنارشیست به روش شناسی خیلی هم چیز خوبیه یعنی چیز بعدی نیست. علتش اینه که از نگاه تکاملی وقتی نگاه میکنید وقتی یه جایی باشه که همه مقالات چاپ بشه خیلی از این مقالات هم مورد توجه قرار نمیگیره کنار میرن. یعنی خود به خود شما یه فرایند انتخاب طبیعی رو اجازه میدید در بازه زمانی طولانی بر روی اینا خار کنه خود به خود برخی از اینا بالا میان و اتفاقا توی ایده اروپه و ممکنه با آلفای پایین‌تر هم باشه بالا ولی بیاد خب و حتما لازم نیست که با آلفای خیلی کمی باشه که چیزه چون مثلا فرض کنید شما اون جایی که آلفا تو خیلی پایینه معمولا چیزایی که خیلی مطمئنه چیزایی خیلی مطمئن اصلا به لحاظ علمی در نظر بگیرید حرفایی که بسیار مطمئنن علم رو جلو نمیبرن دوی و علاوه مساوی با چهار یه حرف بسیار مطمئنیه اصلا با آلفای در این اصلا نمیخواد چیز کنه آزمون کنید در این همه میدونید اما علم جلو نمیبره علم با اون حدس‌های جسورانه تر جلو میره. به نظر من اتفاقا این روش آزاد باید گذاشته بشه. یک قرار روشی داریم به اسم انتخاب طبیعی که داره الگوریتم انتخاب طبیعی اجازه بده بر روی اینا کار کنه خیلی از اینا اون وقت چاپ نمیشه. یعنی اول طرف بتونه راحت مقالهشو چاپ کنه اینقدر درگیر اولا وقتی که اجبار برداشته باشه مثلا دیگه کسی نمیره چاپ کنه آدمهایی میرن که عاشقان علمن یعنی اصلا شما میبینید که دوست داره بره کار پژوهشی کنه توی اونها شما متقلب کمتر پیدا میکنید اونهایی که به زور مجبورن این کارو بکنن شما تو اونها بیشتر پیدا میکنید. یعنی الان مشکل اصلیمون اینه که خیلی از مقالاتی که داره نوشته میشه با شور نوشته نمیشه خب مثلا اون چیزی که از علم الان گرفته شده اون شور در واقع وجه شورمندانه علمه که ماری کوری داشت نمیدونم راهو کاخال داشت همه اینا داشتن اونا نمیذاره تقلب انجام بشه یعنی اونا خیلی جلوشو میگیره و خود به خود این به نظر من ولی البته اینم که دارید میگید که من به نظر با آنارشیسم خیلی مشکل ندارم و سوال من از آقای دکتر این هستش که این فرض خودم و فرض اولی که برای آقای دکتر سنان وقتی مطرح کردم تو اینجا نقضش میخوام که بکنم و اون اینه که اوپن ساینس مفهومی نیستش که لوکال تحقق پیدا کنه بلکه جهانی یعنی فضا سایبری مهمترین پشتوانه اوپن ساینس هست مثالش تو ویکی ها هستش که گسترش پیدا میکنه تا یه مدت زیادی کسی قائل نبود به این که به عنوان رفرنس تو منابعش بیاره الان ردپای این ویکی ها تو منابع داره که پررنگ میشه. سوالم ازتون اینه آیا با این فضای جهانی که سایبری هست و اوپن ساینس بخش زیادیش رو متأثر از این فضا داره که به دست میاره کانال های شبکه های اجتماعی تبدیل شدن به محمل های بردای انتقال شبهه و کارشون خیلی خوب انجام میدن بازم قائل به این هستیم که میشه که می نگاه کرد به این الگوی به اوپن ساینس به علم دموکراتی همچنان به توی که اینجوری ما نگاه کنیم. ممنون از سوالتون. ببینید بحث بومی کردن یا آموزشی رو بگید چیزی بود که همون 5-6 ماه اولی که من وارد این حوزه شدم برای من مطرح شد. شاید بعد نباشه که بگم چرا من به این فکر افتادم. من خب اولش اومدم گفتم که اونا چه کار میکنن رفتم شروع کردم مقالات ژورنال های موجود و بین‌المللی رو خوندم و خصوص اونایی که بیشتر خوندن هم آمریکا و زبان انگلیسی بودن. خب دیدم اونا چی کار میکنه اونا میگن مثلا درباره فرض کنید که میزان درک دانش آموزا راجع به مفهوم جرم کار میکنن
میان یه کار تحقیقاتی انجام میدن، حالا با فرض اینکه بحران تکرار پذیری هم ندارن، میان دیگه بعد دانش آموزا درباره جرم اینو یا راجع به سرعت اینو مفاهیم فیزیکی رو میدن. ما فکر کردم خب ما باید همین کار رو بکنیم، اما خیلی زود به این نتیجه رسیدن که خیلی خوب فرض کنید که من اومدم این کار کردم، اومدم رفتم تحقیق کردم، فهمیدم که مثلا دانش آموزان ما نسبت به مفهوم کتاب میسکانسپشن دارن، بعد مفهومش دارن، خب اینو در واقع کی استفاده کنه؟ برای همین برای این سوال مطرح شد که اونی که تو آمریکا این کار میکنه یه دفعه کار محدودی کرده، این چگونه در خود آموزش علوم وارد میشه؟ همطور که مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که به چیزی به هم مفهوم که رو به من به عنوان یک کامیونیتی اجتماع میگم، یعنی اونجا بالاخره هستن کسانی که اون مقاله به دردشون میخوره، یا مؤلف کتاب درسیه، یا روانشناسی تربیتیه، یا سیاست گذاره، حتی والدین مدیر مدرسه است. یعنی شما با یک سیستمی روبرو هستین که این داره کار خودش انجام میده، در حالی که ما در ایران چنین چیزی اصلا نداریم. یعنی اگر من حتی بیام برم بهترین تحقیق دقیق‌ترین تحقیق انجام بدم که دانش آموزای راجع به مفهوم جرم چی فکر میکنن، تنها خریدار این اما امریکن جنرال فیزیکسه. یعنی کمون که همین الان هم که دانشجوی خود من که با آموزش دارم کار میکنم فوق‌العاده کار جالبی کردم و به نتایج بسیار ارزشمند رسیدیم، مثلا آموزش پرورش نمیاد سراغ ما، آگاهانه نمیاد سراغ ما. بنابراین اولین چیزی که بهش رسیدن اینه که تا زمانی که یعنی یکی از ویژگی های بوم بودن میده، تا زمانی که اون اجتماعی شکل نگرفته، یعنی من نتونستم این شبکه رو به وجود بیارم، من که میگم یعنی کلنی تا زمانی که این شبکه وجود نداره، خب پس من چه کار میکنم؟ پس من باید یک نوع معمولیت دیگری برای خودم به اصطلاح تعریف کنم. این از یه جنبه. از یه جنبه دیگری، اون به هر حال خواستگاه علم در قرن 17 هم که علم مدرن ساینس واقعا بر اساس یک مجموعه ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی به وجود اومد که در نهایش این ساینس، یعنی واقعا این نبود که گالیله همجوری صرفا عاشق آسمان بود، مثلا انگیزه های خیلی پیچیده اون موقع مطرح، مثلا یکی از این انگیزه هایی بود که مثلا فیلیپ پادشاه اسپانیا جایزه گذاشته بود تو هر کس بتونه راهی برای اندازه‌گیری طول جغرافیایی تعیین کنه این جایزه کلام بود. و گالیله یکی از دلایلش که علاقمند بود به این قمرهای مشترک این بود که اعتقاد داشت می‌خواست نشون بده که بر اساس قمرهای مشترک شما که مکانتون و طول جغرافیایی رو کره زمین تو تعیین کنید، شما به دو تا مختصر نیاز دارید، عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی. عرض جغرافیایی رو با همه میدونستن با استفاده از ستاره قطبی به دست میوردن، طول جغرافیایی رو رابط مثلا یک نوع پدیده نجومی براش نداشتن. خب میخوام بگم که اینقدر اینها پیچیده بودن، حالا اگر من اون پیچیدگی رو نتونم شاید خودم به وجود بیارم، نه که برگردم بر اون دوران، برگردم به این که خیلی خب اون دوران مسائل خاص خودشون حل میکردن، مسائل ما چیه؟ شما اگر نگاه بکنید اینی که من دانشگاهی واقعا به اون معنا سراغ ندارم، حتی اگر در حوزه کار کردم که مسئله حل بکنه که این مسئله معروف میشه به چیزی در کشور ما داره تعریف میشه. ما نانو رو بهترین نانو نویس رو داریم، بهترین جانشناس ها رو داریم، همین مسئله بسیار پیچیده، اما کسی اصلا از ذهنش نمیذاره که مثلا فرض کنید که ما یه اقیانوس داریم، از این بعد اقیانوس رفت داریم، ولی اقیانوس شناسی چقدر در ایران به اصطلاح پیش رفته است؟ ما کبیر داریم، این همه تنوع اقلیمی داریم، و شما نگاه کنید آیا ما اینقدر واقعا تاثیرگذار هستیم؟ بنابراین اون بچه بومی برمیگرده دقیقا به همون نکته‌ای که آقای دکتر صمدی اشاره فرمودن که این در وقته اول یک شور شو و اون انگیزه برای یاد گرفتن، شناختن، فهمیدن، مثلا جز آموزش رو اینه یکی از ویژگی‌ها که بودیم ویژگی ماهیت علم شور و شوق برای فهمیدن، دانستن و یاد گرفتن. خب
خب این با ویژگی های کشور ما یه من نمیتونم با عنوانی آموزشگر چشم ببندم به ویژگی های اجتماعی، به بحث کنکور، به بحث فشار پدرمادر، به تمام به بحث این که ما در اینجا فرهنگ علم در کشور ما شکل نگرفته، به یک فرهنگ تبدیل نشده، اجتماع علمی نداریم. خب حالا من چی کار دارم میکنم؟ برای فقط این نیست که ما نظریه ها رو بیاییم به صلاح بومی بکنیم. من یه مثال بزنم که خیلی از خیلی صحبت نکنم. من یکی از دانشجویان ارشد من که تو حوزه آموزش کار میکرد گفتش که ببینید چقدر به نظر ساده میرسه. میگفت من به بچه های توی شادگان درست میداد، به دانش آموزان عرب، میگه من خواستم فرض سایه و نیم سایه رو درست بدم. میگه هر چی من دارم میگم شکلش رو میدم، میگم چه نگاه میکنم. میگه بعد که کنجکاو شدم که شما اینو چی نمیفهمید، میگه اون فهمیدم اونا برای انواع سایه ها اسم دارن، یعنی سایه شطور اصلا یک اسمی داره، درست همونطور که اسکیموها برای انواع برف اسم دارن. خب اگه من اینو ندونم نمیتونم دیگه اون حس کنجکاوی رو به وجود بیارم. من میخوام این مسئله واقعا بود میکرده خیلی خیلی پیچیده است. آنچه که الان داره که در کشور ما اتفاق میفته نگه شما یک کتاب فیزیک هالیدی رو مثلا داری، همون چیزی که اونجا هست دارید همجا رو هم بهت میدید، یه بچه ها فرام هم دارید میمیسن، اونم اسمی که آنون اوب میشه، آمپر میشه، فارادی میشه، یعنی اینها چون رفتی به من نداره. و در حال بخواهم بگم یعنی این بس خیلی 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 متشکرم. من این سوال کنشم شما فهمونی که پیشنهاد برد به کم کردن آلفاس این پیشنهاد درستی نیست به نام دو دلیل. دلیل اولش رو توضیح داریم که تعداد مقالات میاد بسیار پایین میشه. دلیل دو روش گفتیم به لحاظ منطقی هم کار نمی کن و قرار شد که توی اون بحث اخلاقی توضیح بدیم که انگار فرصت نشد. یه اشاره کردم تو بحث اخلاقی، اونم که گفتم که وقتی که چاپ مقاله سخت‌تر میشه شانس تقلب بالا میره، یعنی هر چقدر شانس شما وقت مقاله وقت انتشار مقالتون پایین بیاد شما وسوسه بیشتری از این میشید که بتونی داده ها رو جوری تغییر بدید که مثلا تو آلفا 5% جواب میداد ولی تو آلفا 5000 هم جواب نمیده، داده ها توی چند تاشو بذارید کنار تو آلفا 5000 هم جواب بده. اما تو دلیل منطقیش گفتم علت این که یه چیزی داریم به اسم غیر از آلفا به اسم پی. پی چی هستش؟ این که تعداد نظریه های درست در میان انبوه نظریه های پیشنهادی چقدر، تعداد فرضیه های درست هست. اونجا 10% پیشنهاد خودش بود. من صحبتم این بود که اونو چجوری میتونیم تعیین کنیم، چون تعداد فرضیه ها که ما نمیتونیم مت بزنیم جز این که ببینیم فرضیه هایی که رو میگه آزمون گذاشته میشن اونو بگیم 10%. اما اگه اینجوری باشه وقتی که شما آلفا رو میبرید پایین به همون نسبت پی تون هم بعدن میاد پایین و بعد هر چقدر پی میاد پایین میزان اون که بعدن تو تفسیر نهایی تون بتونه در جایی که در حد پی مثلا تروریستا خیلی پایین بود برای همین ما میپذیریم تون که نه 5% احتمال چیز نداره که این فرد تروریست باشه، خیلی احتمالش پایین داره. یه سوالی داشتم برای بحث تکرارپذیری. نکته که من متوجه شدم اگر اجازه بفرمایید دو تا رو که به هم مرتبطه اینا رو نقل کنم. بحث علم باز رو مطرح کردید. ما اگر علم باز رو در تنوعش در توسعه‌اش داده‌های باز رو هم در نظر داشته باشیم که در علم باز مطرح میشه و برای تکرارپذیری هم کاربرد داره، یعنی ما داده‌های پژوهشی رو می‌گیریم برای اینکه ببینیم آیا واقعاً یک پژوهشگر تکرار اون یافته‌هاش می‌تونه اثبات کنه که تقلب علمی از نوع استقلال علمی جهت دستکاری و انتقاد مورد دیگه اتفاق افتاده. خب پس این عملاً انگار داره به ما میگه که اگر تکرارپذیرم باشه نمی‌تونه استقلال علمی هم اتفاق بیفته. یعنی مثلا فرض بکنیم ما یه داده بازی داریم که این داده‌های باز مورد ارزیابی قرار میگیره و به این نتیجه میرسن که این تعداد از یافته‌های پژوهشی پژوهشگران تایید نشد و نقضش میشه ثروت علمی اتفاق افتاده. این چی میشه؟ این برای من هنوز روشن نیست. یعنی
به نوعی این نتایجی که ما از دل داده های باز به دست بیاریم توی اوپن ساینس برای اینکه بخوایم بفهمیم که پژوهش های افراد تا اندازه ای مورد تایید دوباره قرار میگیرن، اون اسمش میشه ثروت علمی یا نیست، میشیم در مواجهش چه چیزی رو میکنیم. نکته دوم اینه که خود تکرار پذیری آیا خودش رو نقض نمیکنه، یعنی به نوعی به مرور زمان این تکرار پذیری هم مورد آزمایش قرار میگیره که سایر مؤلفه هایی که در شکلی این تکرار پذیری تاثیرگذار هستن اینها هم استخراج بشه. این دو تا نکته بود که گفتم بپرسم. در مورد اول اینکه وقتی داده ها در اختیار همه هستش، شانس تقلب رو البته همین که طرف ببینه داده هاش رو بقیه دسترسی بهش دارن، جدول هاش همه دسترسی دارن، این شانس تقلب رو پایین میاره. البته هیچ وقت نمیتونه چیز کنه، یعنی طرف میتونه داده سازی کرده باشه و اونجا گذاشته باشه، یعنی این رو نمیشه و هر با شما سندی که نمیتونه به طور قاطع مسئله مون حل کنه. بحث بر سر این بود که فشار، چون اوپن اکسس هم بذاری کنار این اوپن ساینس برای داده هامون در اختیار هم هست، یکی اینکه مقالاتمون بعداً اصلا پولی نباشن، مقالاتمون در اختیار همه باشن. این در اختیار همه بودن چه وقتی اینجوری هستش؟ وقتی که کسی که گرانت داده نخواد فقط مقالاتشو برای خودش، وقتی که اینجوری در اختیار هم هستش، اینا فشارهای چیز رو بر دانشمند کم میکنه برای اینکه بخواد تقلب انجام بده، ولی مانع تقلب نمیشه. هر شما درسته و نمیشه این تفسیر که آخر سر کجا بفهمید چیزایی که داده هایی اونجا هستش خود این داده ها تقلبی هست یا نه. در مورد قسمت دوم من یاد خود این نکته جالبیه که اصلا میگن که خب شما چون یک دسته از این آمده گفتن اصلا آمار غیر قابل اعتماده، یعنی اومده بودن داده های تست آزمون های آماری غیر قابل اعتماده، از این دو نتیجه بود. بعد من گفتم اما خود شما الان این داده هایی که الان دارید رو به چه وسیله به دست آوردید؟ آمارگیری باز کردید؟ من رو بگید 1576 نفر رو من آمار گرفتم، این اگه آمار ما، یعنی خود این رو من چجوری میتونم بعدا به بوته آزمون بذارم؟ دست اینجا اینه که واقعا خود آمار به تنهایی جواب نمیده. در این عنوان یک نهاد اجتماعی مجموع دانشمندان به این نتیجه رسیدن که بحران در کارشون هست، اما کاملا اتفاقا نکته مورد اشاره شما، مورد اشاره تو این بحث اصلا مقاله هم در همین زمینه من دیدم که به این اشاره میکنم، میگم که شما الان کجا فهمیدید که علم با بحران مواجه؟ آیا نرفتید از داده های مثلا پس میگید دیگه آزمونتون تکرار کردید؟ از کجا معلوم که تکرار کردن شما با مشکل مواجه نیستید؟ اولیه شاید درسته. نتیجهش اینه که بعد از اینکه چند بار انجام میشه به نتیجه نمیرسن، معمولا مثلا کسی نمیتونه مثلا سلیمان اشرو بگه دو اشتباه گفته آدم خب، اما به مرور که چند نفر میشن و بعضی هاشون جایگاه اجتماعیشون به اندازه خود اون آدم هستش، یواش یواش بقیه رو به اقناع میرسونن که این طرف داده هاشو دستکاری کرده، ولی جواب قاطع نده. یعنی که این دورها در هر دو موردی گفتید به نکات خیلی عمیق و اساسی اشاره کردید که در زید بحث هستش. خیلی ممنون. آیا دو بودت بفرم؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من دو رو که بزنم میرسه. نکه اولی که به نظر تو پیشینه نظری به فلسفه تکرار پذیری به قبل از 2012 برمیگرده، بحثای خیلی جالبی رو هرکانیست مطرح کرده بود، اتفاقا در مورد علوم غیر آماری، یعنی هم شیمی و فیزیک بحثای مطرح کرده بود که خود هرکانیست باید مثلا مواجه بود که جوامع علمی ردی زیر بار حد همدیگه نمیدن، مثلا این جامعه مقالی مطرح کرده که دایی مطرح کرده که الفوی هست جامعه رقیب گفت نه اینجوری نیست، ما تکرار کردیم نتایج دست نمیدن، اونم این ادعا میکرد جامعه رقیبش میگفت نه اتفاق نشد. بعد به این مثلا توجه میکنه همینطوریست که اصلا خود آزمایش یک الگوریتم نیست، یعنی قسمتی از آزمایش تثبیت برشمای مهارتهایی هست که فقط کسانی که آزمایش اولی انجام دادن انگار میتونن دقیقا هم تکرار کنن، شاید این بشه تو پیشه نظری بشه اشاره کنه. بعد نکته بعدی در مورد راه حل الکساندر بیرد یا بیرد آخه چون بیرد بیرد همون روی کون هم کار کرده همون برار به نظر من، حالا من میخوام در واقع در مقام دفاع از بیرد صحبت کنم،
بیر در واقع میخواد نشون بده که اصلا بحران یکار نیست. چون نرخ پاره در نظر نگرفتیم میداد. چون وقتی میتونید این بحران تیپ پذیری هست که شما در واقع نرخ رو در نظر بگیرید. ولی وقتی نرخ رو در نظر نمیگیرید فکر میکنید که بحران یکار هست. برای همین فکر میکنم راه حل بیر در واقع نظام منتج به این نمیشه که شما آمار انتشار موارد بیارید پایین. بیر میتونه بگه نه این به همین شیوه کار کنه، منتها برای فهم این بحران باید این نکته که من مد نظرم هست یعنی نرخ باید در نظر بگیرید. اون موقع در واقع این بحران نیست به قول آتش داده میکنه. غیر از این دو نکته به این چیزم اشاره کنم، اون فرادرمش انتخاب طبیعی که فرمودی جالبه که ناتور هم یک شبیه اینو میگه، میگه خیلی از مقالات که منتشر میشن بهش ارجاع داده نمیشه و یعنی این مورد توجه واقع نشدن رو با ارجاع ندادن تفسیر میکنه. بعد میگه ارجاع دادن مثل انتقال ژن، وقتی که مقاله بهش ارجاع ندن انگار نمیشه ژنش رو به نسل بعدی منتقل کنه، بعد مدت منتقل میشه. خیلی ممنون. هر مدتی که فرمودید کاملا درست بود. اولیش آره پیش فرض پیش زمینه های کار خیلی عقب‌تر، مثلا حتی کسی که پدر علم ساینس هستش اون اصلا به این اشاره میکنه، یک اون میاد میبینه که مقالات روز به روز داره تعدادش میره بالای منحنی لوگاریتمی داره، میگه اگه اینجوری باشه در طی سالهای آینده حجم بالای مقالات مشکلات اینا به وجود میاد که اینا دیگه ارزیابی نخواهد شد. وقتی که مثلا فرض کنیم یه نمونه واقعیش رو براتون بگم، وقتی که 10 سال پیش تعداد مقالاتی که به من برای داوری میداد به عنوان داور مجله تعدادش بسیار کم بود چون تعداد مجلات ما خیلی کمتر، الان تعداد مقالاتی که برای من برای داوری میفرستن خیلی بیشتر میشه. هر چقدر تعداد داوری های من بالاتر میره دقت من در داوری کردن طبعا پایین تر میاد. اون این نکته رو 1960 اینا معرفی میکنه، میگه اصلا این نرخ رو که میگیره میگه. و بعد از اون نکته جالبتر خود اینا برده اینا اشاره میکنن، مثلا خود بیردو اینا که طرفداران STS اینا رو خیلی جلوتر اینا رو گفتن، یعنی اونا رو گفتن که ما ولی چون فیلسوفا میگفتن خیلی خود دانشمندا جدی نمیگرفتن. از وقتی اسم بحران هم کلمه این ترم کرایسیس زده شد یک مرتبه خیلی، یعنی اولین باری که کسی بگوی بحران هستش میدونی کلمات بعدا توجه ها رو جلب میکنه. از 2012 تقریبا این ترم که بس شد خیلی چیز شد. وگرنه آره اصلا اونجایی که فرض کنید چیز شما کالینز رو گفتید، اون کسی که اکسپریمنترز رکرس بالا هم هر کالینز هم کالینز بالا با خود کالینز دقیقاً برای آزمون میگن. آره دقیقاً اونو خود کالینز اونو چیزی که پیکرینگ از یه چه وجوه دیگه و کالینز اونو خودش یعنی جلوتر فیلسوفا به این نکته اشاره کرده بود. در مورد برد هم برد در واقع میخواد بگه که از علم دفاع کنه، از همین شرایط کنونی علم بگه بحرانی نیست شما اما توجه کنید که رویکردش اصلا اینجوری نیست که چون یه دفعه پوپر هم ممکن از این دفاع کنه، پوپر از این دفاع میکنه که آقا بحرانی نیست علم همش در جالبه که بیر در مقاله ابتدا پوپر رو نقد میکنه، میگه اصلا اینو نگاه غلطه، یعنی میخواد اتفاقا رویکرد توجیهگرا و تاییدگرا داره نسبت به این، اما میگه فقط به خاطر اینکه اینو نرخ رو بیاره پایین آلفا رو خیلی کاهش بده، یعنی خیلی به بحران به شکل خیلی منطقی و مکانیکی نگاه میکنه و فکر نمیکنه که اصلا به اون وجودی که در حالی که وقتی طرفداران STS اینا وقتی اونا خیلی عمیق‌تر یعنی اونا به وجود اجتماعی کار خیلی اشاره میکردن، ولی به شکل خیلی ساده انگار فکر کنه میخواد در همون چارچوب سنت تحلیلی هر چیز مسئله رو کاملا. خیلی متشکرم. سوالی که من داشتم اینه که تو اول بحث که فرمودید که مثلا تو داده های پزشکی یه قرصی مثلا دادن رو این جامعه آماری بعد بالا برکی دیکتار میکردن اون نتایج پیش نمیدن، یعنی من خواستم سوال مطلبی که برای من جو مشغول موند اینه که این بحران تکرار پذیری که ما داریم بحران خود داده های آماریه یا اون چیزایی که بعد فرمودید مثلا که داده سازی شده تحت تاثیر فشارهاست، یعنی اگر با این فرض که اگر که خب کسی تحت تاثیر فشارهایی این کار نکنه آیا ما اگر آزمایش درست داده درست تکرار کنیم این بحران حل میشه یا نه؟ خب این سوال
نه منفیه، یعنی که اتفاقا من همه این حالاته اشاره میکنه. یکی میگن که اولی جملاتی گفتن همین بود که آیا آزمایشگر همون از همون فقط فرضیه رو بود که آزمون میذاره، از همون داده ها استفاده میکنه، همون روش آزمایش رو، هر کدومش نتایجش متنوع. اما در همه این موارد هم چیزی که در همش مشترک بود این که در همه این موارد شما چی عدد خیلی بالاتر از 5% که توقع دارید تکرار نشن، خیلی عدد بالاتر، 50%، 40%، به بسته به مجلات مختلف عدد بالاتر، ولی شامل همش میشه. یعنی همشون، بعضی هاشون دقیقا میگن اونایی که تقصیر رو بخوان گردن آمار بندازن، پیشنهادشون اینه که روش ها همون چیزی فرمودی آلیو که فرمودن، شاید پیشنهادشون اینه که البته من اینو به صراحت ندیدم، ولی که اون که مثلا پژوهش‌های کیفی از این نظر مسئول هستن، ولی وارد کنم نگیدم که پژوهش‌های کیفی رو وقتی تکرار کنم، من به نظرم باید پژوهش‌های کیفی رو تکرار کنم از یه تازه خیلی بیشتر، چون اونجا نظر خیلی مثلا یه مردم شناس یه که رفته شیست در هر بودیم شما شما میره با داده‌های نظری خودشو بارد. من فقط یه نکته رو اینجا چیز کنم، به نظر من وقتی یه آزمایشی با داریم انجام میدیم، یک مهارت هایی که آقای دکتر گفتم، اون مهارت ها خیلی مهمه. مهارت ها میدونید چجوری چه نقشی دارن؟ شما میتونید داده ها رو با پیش‌فرض های نظری خودتون اینها رو به نحو هنرمندانه ای ارائه بدید که بقیه بپذیرن. خب حالا ممکنه یک نفر که داره تکرار میکنه اون نتونه به اون نحو هنرمند، یعنی اصلا لزوما هم این نیست که بعداً بعدی ها دارن درست میگن. خب چون این بچه کنشگری اون ناوینهایی که در علم هستش، اونا هیچ وقت دیگه توی این آمارها خودشو نشون نمیده. طرف یک شیشه‌گر خیلی ماهریه، این توی آزمایشگاه شیمی این میتونه، یعنی دو نفر با ناوینهای یکسان وارد آزمایشگاه میشن، یکشون شیشه‌گر خیلی ماهر، یکشون نیست، این به مقالش به چاپ میرسه، اون یکی نمیرسه، چون این میتونه لوله‌های خیلی باریکی درست کنه که مثلا برای محصولی که داره انجام، ولی اونا دیگه اصلا اونا از دید تمام علم کنار میره. خب ولی اونا جزء علم هم، یعنی اگه من به نظرم توی اون جایی که همه اینا با هر آلفایی چاپ بشه، روش ها چاپ شدن مقاله اصلا به نظر من خود مقاله اصلا چیز اهمیتی چندانی توی علم نداره. مقالات در واقع مثل فضولات علمی بودن از دید من. اون کنشگری دانشمند در دانه، اون بچه شورمندانه علمه که امروزه هم علم شده، تبدیل شده به یک نگاه گزاره‌ای، به علم دسته از گزاره هاست که در قالب چی اونا باید بره کنار. یعنی اون بچه فهمیدن آندرستندینگ و فهمیدن جهان که شورمندی رو در افراد وجود میاد، اونا اصلا قایم شده. خود اینا باز جالبه که خیلی هاشون به این اشاره میکنن، میگن در نسل قبلی وقتی اینا وارد آزمایشگاه میشدن، اصلا با یه شوری وارد آزمایشگاه میشدن کاری که انجام میدادن، در حالی که در زمان هم براشون مهم نبود. ساعت مثلا شده 8 شب 10 شب همینجوری میدید داره کار میکنه. در امروزه قشنگ شما میبینید که این کارمندهایی که صبح میرن وارد آزمایشگاه میشن و خارج میشن، نحوه کار به این شکل شده، آخر سر یه مقاله چاپ میشه. این و این علم رو تولید کردنش از اون وجوه شورمندانش این به نظر من مشکل است. حالا میگم لااقل تو همین قسمت گزارش اگه میخوایم این کار رو انجام بدیم، اون جایی که هر جوری تو کارتو انجام بدی بتونی چاپ کنی، لازم نیست برید در دادگاه دستکاری کنی که بتونی چاپ کنی، هر جوری که چاپ کردی بیا، هر جوری که به نتیجه رسیدی آزاد هستی که چاپ کنی و اصلا به صورت آنلاین همه چاپ کنن. یعنی اصلا لازم نباشه که از کسی اجازه بگیری، سردبیر داشته باشی، اصلا به نظر من حتی از این هم باید خیلی باستر باشی. اونایی که خیلی خرابه مورد توجه قرار نمیگیره، یعنی خود اجازه بدیم فرآیند انتخاب طبیعی کار خودش انجام بده، هر چقدر تنوع بیشتر باشه بهتر. این مثلا خیلی ممنون. اگه سوالی دیگه هست این که شما گفتید که فشار آموزشی حالا مثلا میتونید که فشار کمتر کنید، افرادی که دوست دارن مقالش برن که حالا مقاله داشته باشن، همون مدل گرشه که اشاره کردید شخص ممکنه 300 مقاله داشته باشه، وقتی فشار کم در شد این هم کم در میشه روی نفراد و باز تعداد مقالات زیاد میشه از جانب این افراد، یکی این باز این ایجاد میکنه که زیاد میشه، یکی هم اگه آلفا رو باز میزانش رو زیاد کنیم باز حجم مقالات خیلی بیشتر میشه، مقالاتی بریدان چی که حالا از نظر احتمالات ما قدیم مثلا میگفتیم با 95% احتمالات به این داده ها به این میرسیم، دوچار این بحران بی ربطی نمیشه که مثلا خیلی از
آبدهمون دیگه جدیداً به این مرحله رسید که آبده بخواد برسه ممکنه با احتمال 50% برسه 60% برسه. یه مسئله بی‌ربطی مثلا ممکن نیست پیش بیادش. این اینه که نکته اصلا خیلی مهمه بود که اگر ما آلفا رو بزرگتر بگیریم به جایی که آلفا رو کوچیک‌تر بگیریم تعداد مقالات اتفاقا خیلی زیادتر میشه. نکته از یک جمعه تعداد مقالات رو با اون فشار اجتماعی که گفتم اونجا کم میکنیم. دو پی شما در این حالت بالا میده، یعنی که هر فرضیه‌ای که یعنی اونجوری است که پی شما و این با اون همدیگر رو خنثی میکنه، یعنی پی و آلفا. این اصلا موضوع اصلی مقاله که گفتم هستش دارم گوش کار میکنم، اینه که پی و آلفا با همدیگر رد دارن. این اتفاقا در اونجا یه قسمت که آیا این بحران ایجاد میکنه تعداد مقالات زیاد میشه. من فکر میکنم که اگر اجبارها برداشته بشه زیاد نمیشه. به مقدار در کشور خودمون، من بقیه دنیا رو کاری ندارم، در کشور خودمون اگر این فشار چاپ مقاله رو شما برداری تعداد مقالات به شدت پایین میاد، به شدت پایین میاد. یعنی همه مقاله، من الان مجلاتی که میبینم تو فلسفه دارم میبینم، تماما دارم نگاه میکنم اسمها رو از اول تا آخر من میشناسم آدم ها رو، خب یعنی تقریبا همه رو میشناسم. علتش اینه که هر کدوم میگن یک دانشجو رو نمیشناسم، اسم استاد رو میشناسم، اینه همه رو آدم میشناسم که و همش معلومه کار اجباری دانشگاهی شده و همش تقریبا میدونم که اکثریت استادامش کاری نکردن فقط اسمشون اومده. یعنی چند تا کار غیر اخلاقی انجام. الان ما باید مهمترین چیز هستش اینه که علم رو باید از این کارهای غیر اخلاقی نجاتش بدیم. مهم صدق نیست. اینکه الان یعنی این دغدغه شما این که مهم صدقه، صدق مهم نیست، چون هیچ نظریه کسی نمیتونه نظریه صادقی ارائه بده. مهم اینه که علم اون بودشار یک بحران اخلاقی شده به نظر من. اون برای بحران اخلاقیش باید فکر کرد، نه برای اون قسمت اینکه ما یه بحران رو بعدن کلی نظریه کاذب تو اینا به وجود بیاره. اون همین کاذبا میرن کنار. یعنی تو امروز ممکنه ما فکر کنیم صادقا تو فرآیند انتخاب طبیعی اینقدرش میخوره آخر سر همشون هست میشن میرن کنار. خیلی ممنون. پرسش که آن داشته میکنیم که اگر ما به فرد حالا این فشار رو برداشتیم، البته من موافق فشار نیستم، ولی اگه این فشار برداشتیم چه تضمینی وجود داره که پژوهشگر ما بیاد مقالش منتشر کنه، پژوهشگر انجام داره منتشر کنه؟ چون من یه پروژه انجام میدم، اون پروژه رو دیگه اگه فشار اومد برای انتشار مقاله یا هر چیز که دیگه وجود در واقع فشار وجود نداشته باشه، چه تضمینی وجود داره که اون علم به دست مثلا اون برای دنیا برسه یا علم اون برای دنیا به دست من برسه؟ یکی از در واقع به نظرم زمینه هایی که اصلا به این سمت و سو الان ماهی کشونده که الان مقابلش مثلا ارزش به نظرم برمیگرده ریشش به همون تشویقی که برای انتشار علم در واقع آغاز شده. چون اگه نه ما قبلا خب اسبابش هم بود چرا منتشر نمی‌کرد؟ چون به من نکته درستی می‌فرمایید، یعنی هیچ تضمینی نیست. چون اصلا در ایده‌هایی که ما داریم کار می‌کنیم خب قطعاً هیچ تضمینی نیست. ما فقط می‌خوام گرایش‌های رفتاری رو بعد ببینیم چی تغییر داره و در این وسط در وقتی گرایش رفتاری فقط گرایش های رفتاری رو شما دارید تعیین میکنید، این مثلا ممکنه آدم های باشه آدم مقالات این ایده های خیلی درخشانی هم بیاد و چاپ نشه. جدیه معروفه که مقاله شد به همین صده انتشارات دانشگاهی بشه، استاد رئیس دانشگاه شد تو مجبوری باید یه مقاله بدی که میخوای دانشگاه بشی و دنه نمیشه. یه مقاله دو سه صفحه ای نوشت تو تاریخ معرفت شناسی به 1960 به بعد تغییر داد. خب یعنی که همه این بعضی موقع هم چی فایده هایی داره، اما به ازای یه فایده شما به اون 10,000 مقاله‌ای که 100,000 مقاله‌ای که هر روز داره هر سال داره چاپ میشه و مثلا فرض کنید همین الان من چون مجلات نوشتم فلسفه است، مقالات فلسفی بین المللی رو هر دارم دارم میخونم، مقالات روز رو هم میخونم، تقریبا نگاه میکنم از یک آدم یه مقاله شو خوندم تقریبا میشه گفتش که در کار بعدی مثلا 60% کارو میخونید، 4 تا 5 تا از یه آدم شما مقاله شو خوندید که تموم انگار، ولی میبینید که 100 تا مقاله داره و در واقع این بار که هر کدوم اینا دیگه حرفایی که خودی داره میزنه. مشکل اصلی ما الان اینه که ولی چرا داریم این کارو میکنیم؟ به خاطر پایه دانشگاهیش نه، به خاطر اینکه معروف‌تر بشه در جهان، همه اینا هستش. اون به ازای اون یک معایبی که شما میگید داره، این بر هم یک معایب اینوری داره که تعداد این معایب اینوری به نظر من در حال حاضر خیلی بیشتر از اون هست که ممکن از یه فایده‌های محروم بشه. علی دکتر به نظر ما هر چی داریم پیش می‌بینیم
ابزارهامون و روشهامون برای جلوگیری از اینها داره بهتر میشه. مثلا قبلا چیز به عنوان همین پلاجیاریسم چک و اینا وجود نداشته، خیلی راحت افراد میتونستن برای این، ولی الان به نظرم داریم به اون سمت حرکت میکنیم که به نظرم میتونه بهتر ما یه روشهایی رو برای جلوگیری از این در واقع رفتارهای غیر منطقی پیدا بکنیم، چون اینکه مثلا اصل اون داستان رو به چالش بکشیم. ببینید هر مشکل اصلی سر گره خوردن نظام علم به نظام سرمایه است که به شدت با نظام سرمایه گره خوردگیش گرند ها مشکلی. یعنی شما هر کدوم اون کارها رو انجام بدی آخر سر همین حرفی که آقای دکتر زد طرف از شرکت قهوه داره پول میگیره داره روی چای کار میکنه، معلومه باید چای چیز خوبی در نیاد، چون اگر چیزی که مردم باید برن قهوه بخورن، اگر از شرکت قهوه داره پول میگیری داره روی قهوه کار میکنه، معلومه باید قهوه خوب چیزی باشه. خب وگرنه به شما بودجه نمیدن. یعنی مشکلات اصلی ما الان این گره خوردن شدید، اول باید یه فکر برای این بکنیم کارو، حالا بعدا در گام بعدی چطور میشه کارهای ریلایبل رو بیشتر انتشار داد. یعنی ولی در حال حاضر مثلا با یه شما باید توده سرطانی رو در نظر بگیرید که مریضی داره که توده سرطانی داره و این داره گسترش پیدا میکنه، اول اصلا باید اون رو هدف قرار بدیم، ولی بعد مثلا شما میگم فعلا تو تکون نخور، اما این تکون نخوردن میدونی برای آدم ها لازمه که تکون بخورن، باید اما فعلا باید در جراحیش برده کنن. یعنی علم در حال حاضر به نظر من شدیداً نیازمند جراحیه. اگر این جراحی ها انجام باشه، باید حتی من نیست وقتی که بزرگترین دانشمندان تاریخ تو نیچر وقتی باشه مصاحبه میکنه 52%شون میگن بحران خیلی جدی است، 38% میگن بحران وجود داره، پس معلومه واقعا بحران وجود داره. اون 2% که مثلا هیچ بحرانی وجود نداره به نظر من ما دارن اشتباه میکنن. در دوران بحرانی فعلا باید کارهایی که انجام بدیم این اقدامات یه خود خشنتره برای این کار. خب خیلی یه سوالی که برام به خواهی یه نکته هست خواستم آقای نکته رو بگم در خصوص این شروعبندی این رو که من خبر دارم روز در دانشجویان فیزیکی که داشتن بعد اینا رفتن آمریکا و کانادا دکترا گرفتن، الان یه وضعیتی بودن توی آمریکا و کانادا هست که با توجه به اینکه عمده حمایت هایی که از پروژه های تحقیقاتی میشه از طرف شرکت ها هست، گرایش به کار امنا داره در آمریکا خیلی و کانادا خیلی کمرنگ میشه. برای همینه که من دانشجو داشتم که توی نجوم کار میکرد تابع توزیع ستاره ها در مورد، الان برای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ایالت اونتاریو داره کار میکنه و کارش هم تخصیص بودجه به آموزش پرورش میکنه. حالا بگذاریم اصلا همون مدل های ریاضی داره استفاده میکنه. بعد اومده بود ایران صحبت میکرد میگو بعد همون الف دیگه مثلا اون الان کسی نمیاد به اصلا دانشگاهی نمیاد حمایت کنه که دو بار تابع توزیع ستاره ها رو دست بیاد یا بیا بولا دفعه ضربات بنیادی رو این نوعه من ها رفته به چی بهه که خب جالبه که اونجا سرمایه‌داری ظاهرا خب نقش کمتری داره به نسبت چیزی که در آمریکا داره. و در همین حضور من یه نکته به نظرم رسید یه نوع سوال، آیا این نه توزیع بحران بین آمریکا و اروپا یکیه؟ چون تا جایی که من خبر دارم در حد بوده 30 سال پیش اینجوری بود که انگلستان در کشور مثل انگلستان چاپ مقاله یه چیز حیاتی و مهم نبود، چون از استادان ما اونجا زندگی میکردن گفتن که ما همکار داریم که کارهای بسیار ارزشمندی در این کرده اما نمیخواد چاپ کنه، احتیازی نیازم نداره، در حالی که در آمریکا اصلا شعارش بوده پاپ میشه و ترش همین. آیا واقعا بحران یه توزیع شخصانه یا اینکه نمیدونم، ولی خیلی قضیه قشنگه، یعنی باید آزمون بشه راه در مثلا کشورهای اروپایی و آمریکا یکی هست، یعنی ولی فرضیه‌اش فرضیه من فکر میکنم باید یه تفاوتایی داشته باشه، یعنی همینجوری ابشود اولیان میگه باید تو آمریکا وضعیت بدتر بشه. من تو حوزه آموزشی میدونم که دو تا رویکرد هست در اروپای رویکرد در اروپا و آمریکا واقعا متفاوته. اونجا خیلی کمیتره تو آمریکا، الان تو سالهای اخیر کیفی دارن میرن توی اصلا اروپا اصلا باران با یک هدف دیگری با یک نگاهی اصلا نیستی که با یک پارادایم متفاوتی دارن که تو حوزه آموزش تحقیق دارن، یعنی این رو من کم و بیش میبینم از درصد پذیرش ها میشه فهمید
مثلا چه دانشجو یا چه رشته‌ای پذیرش گرفتن توی آمریکا یا در کانادا؟ اینا میشه بررسی کرد. خیلی متشکرم از دکتر بهنسادی و دکتر سلام مجد. خیلی متشکرم که وقت گذاشتین و تشریف آوردین. از خوردار محترم که وقت گذاشتین. ما دوشنبه های آخر هر ماه یکی از نشست های اخلاق در علم و فناوری رو در خدمتتون هستیم. من مجددا خواهش میکنم فرم های نظرسنجی رو پرش کنم برای ارتقای کیفی این مرحله. از آقای دکتر خواهش میکنم تو تشریف بیارن. خدایی هستش که ناقابل هست از خدا خود نمارای خواهش Yeah.